عباس تصویر من هست؟ آقای سالار خان، فکر میکنم مشکل دفعه قبل داریم. اول اینکه شما افقی هستید. خب درسته، حالا چطوره؟ ما اصلا تصویر شما رو نداریم. اگه این دفعه تصویر شما نداشته باشیم جریمه میشیم به یه وعده بریونی. باشه تو بیا این اسم هم من به مرداد میام اسم مرداد. به 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 سلامتی. خب الان تصویر من نیست. شما برین بیرون و با یه کانکشن دیگه بیاین، ما یه دور لپتاپ میبینیم. آقای علی رضا. آره من دوربینم برعکس داره، من چیکار باید بکنم؟ یه گزینه ای هست که چیز کامرا میکنه. لورم که نشستم پشت لپتاپ. سلام علیکم. سلام خوبی؟ شما چه شوفاجه گرمه دارید شما؟ نه من پشتم گرم، پشتم به شوفاجه، پشتم گرمه. ولی خب هوا اینجا خیلی اتفاقا گرم بود پیروز بایرزا، امروز یه ذره خنک شد. والا همین اونجا هوا چطوره؟ اینجا هم اندازه خودش گرمه، چون کولر نداری اذیت میشی قاعدتا. خصوصا که 20 ساعت خورشید خیلی مسرانه میتابه. اون موقعی اون 4 ساعتی هم که مسرانه نمیتابه اینجوری از گوشه میتابه. آره دقیقا متوجه. علی رضا چرا شما این تیمت تیز داره شطرنجیت میکنه؟ بد نیست آبا اینترنت من؟ آره من اینترنت هم نمیدونم چرا اینجا ضعیفه و یه چند دفعه حتی میخواستم پیام بدم به این شرکت اینترنته و ولی خب ندادم. های ویب بگیری. هنوز نرسید اینجا، من دهات هنوز اونا نمیده تکنولوژی هاش. اونجا از جایی که از این گاب خوشگلا داریم. آره خب کم زر موزیک میذارم تا بچه ها بیان. شما چه جوری اینا چیه؟ باز نداری فیلتر اضافه میکنی خوشگل میکنی فیلتر میذاره؟ چه باحاله. این میکروفون شما نمیشه قطع کرد، همیشه باید میکروفون باز باشه. نه هم میکروفون رو میتونید ببندید هم ویدیو رو میتونید. فعلا فیلتر رو ببندیم. خب این از فیلتر. هیچ جایی چجوری باید ببندیم؟ همون کنار این فیلتر دوتا سه تا گزینه دیگه باید باشه. یکی دوربین عوض میکنه، دوتا هم مال من دوتاست. شما اینستاگرام دا اپدیته اما همین امروز نصب کرده. خیلی عجیبه. خب اگه من اینجا نویز ازم شدید دیگه از الان بدید عجبه قاعدت هم باید داشته باشید. نمیدونم سالا رفت با اکانت خواهرش بیاد، من سعی کنم فریدا رو صدا بزنم.
کامنت چه جذابه. شاید تو رشته های دیگه آدم خوش خیلی بیشتر میشه نسبت به فیزیک. آره من احساس میکنم فیزیک خیلی هم نرمن. آدم های خیلی کولی هم من. در حد من الان که کامپیوتر ساینس هم میبینم که نه فیزیکی های از اینو بهتره. آره معمولا آدم های اونو پایه یا کولترن از البته چیز دیگه تا به توضیح باز میشه و از اون طرف تیلش توی قسمت غیر کول هم نسبتا شاید نفوذ میکنه. آره. ولی آدم های کولتری هن مخصوصا باید چیز کنید مقایسه کنید کنفرانس هاشون رو اگه رفته باشید معمولا فیزیکی ها خیلی راحت هن و خیلی. آره. حالا ما که خب منم فیزیکی نیستم البته خیلی. دیگه بالاخره شما عمری در این راه گذروندید. ما فیزیکی ها رو گول زدیم مدرک پی اچ دی مون رو از فیزیکی ها گرفتیم. سالار به گمونم ما کم کم باید آپشن گوشی عوض کردن رو برای شما تست کنیم. من ندارم تصویر شما. آره حالا بعضی ها گفتن این آهنگ آهنگ اسمش از صبح گاهی این که پخش شد داستان خیلی بامزه هم داره. این کاره حسن کسایی از آره بچه های... بابام خیلی عاشق این آهنگ بود و داستانه. آره بچه ها بگو بچه ها بشن. آره این... اینو من نمیدونستم داستانشه تا تو خواب گاه از صبح صبح که من رفتم مثلا سلام کردم سلام علیکم سلام علیکم سالا صدا تو من نداره. آره خلاصه این ماجرا اینه که گویا این آهنگو ایدهش از اینجایی میاد ملودی از اینجایی میاد که یه آدمی بوده توی بازار اصفهان میرفته و به ملت میگفته سلام علیکم سلام علیکم مردم به خاطر احترامش جواب میدادن سلام علیکم بعد این ریتمه سلام علیکم سلام علیکم نه 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 نه. آره خیلی قشنگی من همیشه اول هر جایی سعی میکنم اینو پخش کنم. سلام یه چیزی بگو. میکروفونت هدفونت رو در بیا. شما گرانشیه چقدر مشکلی داری. به خدا یه چیزی اومد خوبه تصویرت داره میاد ولی صدا میاد. بله بله آره آره صدات میاد. من عالی آره آدی اهل خونه باید تحمل کنند. سلام اشکال سلام نداره شما الان بزنید شبکه خبر نشونتون میده. فریدا سلام. سلام سلام بچه‌ها. فریدا هم اومد. سلام سلام ببخشید من دیر کردم. خوش نه منم تازه اومد. یه کمی ویدیو فریدا واسه من لگ داره نمیدونم چرا الان چی؟ برای منم لگ الان یه کمی بهتر شد اسمون شد تکو میخواد. خب سلام علیکم مرسی که امشب اومدید این لایو ما این برنامه امشب چی؟ میگم مرسی از شما که لایو گذاشتید. خواهش من اختیار داریم. خلاصه که امشب سه تا از دوستای من اینجا هستن که هر کدوم فاصله خاصی از هم داریم. این فاصله خاص به خاطر این بوده که کجا با هم آشنا شدیم که هم دیدیم حالا با سالار که ما توی بهشتی آشنا شدیم دو سه تا کلاس با هم گذروندیم بعد علیرضا خانم که اونایی که بهشتی بودن میدونن همیشه یه آدمی بود که حرف و نقلش بود حرف و نقل خوب شما علیرضا فرید دارم من رفتم فکر کنم آی سی دیده هم دیدیم. آره من خودم یه دوره کوتاه بهشتی اومدم و رفتم. آره خلاصه که یه دوستی اینجوری داریم ولی سرگذشتشون که متفاوته
ما برای شروع برنامه اینجوری شروع میکنیم که اول آدم ها بگن که چی خوندن، کجا بودن، چجوری مسیر کشوندشون به این راه، چی شد که به این گرایش علاقه من شدن و چی شد که تو این گرایش موندن و حالا دارن کار میکنن. به نظرم نمیدونم با علیرضا شروع کنیم و ساعت کرد بریم جلو. حتی نمیدونم ساعت کردشون چی اوکی. ببخشید قبل از که شروع کنیم چقدر غیر فرماله. خیلی. علیرضا سرزده وارد. من باورم نمیشد یه لایو 3 ساعت و نیم طول کشیده. خیلی مردم ول نکنه. بعد ببین من هی نگاه میکردم مثلا 52 نفریم اون موقع مثلا 45 نفر بود، بعد من نگاه میکردم این نمیرفت پایین، بودم بابا گشنتون نیست، تشنتون نیست، بعد منو از دو چرخ سواری اومده بودم خسته داشتم میمردم، ولی خب خیلی خوش گذشت. لایو هفته قبلیمون هم خیلی خوب بود، هم فیدبک های بچه ها خیلی باحال بود واقعا. من این کارا رو بیشتر از هر چیزی یه جنبه این داره که خب آره کار خوب انجام میدیم و این حرفا، ولی واسه من بیشتر از هر چیزی این فان قضیه است که خوبه میشینیم با چهار تا آدم حسابی که رفیقت من حرفای باحال میزنی، یه ذره از دنیا و مافیها فاصله میگیری. آره فکر کنم فریدا داشت پیش شروع میکرد که موهای علیرضا چی شده. نداشتم گفتم سرزده وارد شده. میدونم از چند وقت یه باری آره من چند وقت یه بار که هوا که گرم میشه یا سرد میشه کلا هر تغییری میکنه معمولا موام میریزه. خب این داستان کلا میریزه. خب من اگه بخوام داستان این که چرا اومدم تو این فیزیک و اینا رو بگم خیلی اتفاقی، یعنی اصلا بار خورد رسما و این شکلی که من اصلا درس نمیخوندم در دوران دبیرستان، معمولا همش این ور اون ور بودم، خیلی رفیق باز بودم و اینجور چیزا، و بعد از اینکه کنکور رو دادم باید میرفتم دانشگاه بخواد اینه که نرم سربازی، و شاید این داستان از طرف پسرها خیلی تکراری باشه. من اون موقع فیزیک، من هر سال توی دبیرستان به یه چیزی علاقمند شدم، اونم به خاطر معلم بود. سال اول به شدت به ریاضیات علاقمند شدم، سال دوم بسیار به شیمی، و سال سوم و پیش دانشگاهی بسیار به فیزیک. و نمیدونم چرا خیلی احساس کردم که چقدر این باحال این فیزیک، و رفتم. اصلا هیچ ایده‌ای هم نداشتم رشته‌ای به اسم فیزیک وجود داره. مثلا مهندسی اینا رو شنیده بودم موقع انتخابش. تهران بودی دبیرستان. یه دفعه دیدم توی آره آره و رفتم دیدم که دفترچه انتخاب رشته یه جزء فیزیک، رفتم به اون مش... جای حساسش رسیدم. شد که رفت فیزیک و مثلا گفتم که گفتن که دانشگاه تهران بزنه چی؟ یه لحظه قطع شدی. ادامه صداتون رفت. یه لحظه قطع شدی. شما بگو، اشکال نداره. آه اوکی. گفتن که قبولم میشی اتفاقا و مثلا دانشگاه تهران بزنی احتمالا قبول میشی، و ولی خب مثلا دیگه بزن از جاهای دیگرم. بعد دیگه ما زدیم اون سال علم و صنعت قبول شدم من، و همینجوری رفتم فیزیک. هیچ حسی هم نداشتم چیه، و ادامه دادم و خیلی هم همینجوری میخوندم که صرفا لیسانسم تموم شه. و در این حد بعدش که یه ذره جدی‌تر به زندگی نگاه کردم احساس کردم که این چیه، من اومدم و با اینکه نمیشه پول در آورد و اینا. البته اون موقع یه تمای چیزم داشتم، یه تمای عرفانگرایی اینا داشتم که پول چیه و بریم مثلا هم دیگه زندگی میکنیم و اینا. بعد برای فوق لیسانس نسبتا به صورت جدی شروع کردم هوافضا خوندن، داشتم کتابای هوافضا رو خوندم و خیلی کتابای هوافضا رو خوندم، چقدرم قشنگه هوافضا. تحت تصدیق از دوستام چند تا از کتابای تخصصی حافظا رو خوندم، خیلی زیبا بود واقعا، دوست داشتم حافظا. ولی یه دفعه هیچ اصلا یادم نمیاد چی شد که یه دفعه کنکور فیزیک دادم. یعنی اون لحظات آخر مثلا یکی دو هفته آخر یه دفعه تصمیمم عوض شد، شاید یکی از دوستان با هم صحبت کرد، یادم نمیاد. رفتم کنکور فیزیک دادم، و زمانی که نتایج کارشناسی ارشد اومد من تو سایت دیدم که نوشته گرانش بهشتی. گفتم گرانش بهشتی چیه اصلا، من اینو کی زدم؟ بعد رفتم نگاه کردم تو دفترچه انتخاب رشته، دیدم که همینجوری همه شریفا رو زدم، همه مثلا
نمیدونم تهران رو بزنم فضا قد شد دوباره؟ آره گرانش چیه؟ چون اصلا هیچ ایده ای نداشتم که مثلا فیزیک تئوریتیکال اینا چه شکلیه. تا کجا شما؟ ما میتونیم اینترپولیت کنیم، نگران نباش. آها. آره. خلاصه هیچ ایده ای نداشتم که فیزیک تئوریتیکال چیه و ازش متنفر بودم. یعنی من از فیزیک تئوری متنفر بودم. و بعد متوجه شدم که این فیزیک گرانش یه جورایی مثلا ته فیزیک تئوریه در کنار ذرات بنیادی. و دیگه دست و پا تمام دست و پایی که میتونستم بزنم واسه اینکه از این گرداب فیزیک تئوری بیام بیرون رو زدم و قرار شد تغییر رشته بدم، تغییر گرایش بدم، برگردم شاید اگر علم و صنعت و جامد بخونم، ولی نشد و من مجبور شدم فیزیک گرانش رو ادامه بدم. و جالبه من موقع میگفتم که خب که چی مثلا F مساوی G M1 M2 برو آرده دیگه این که فوق لیسانس نداره. و بعد سر کلاسای نسبیت عام و اینا متوجه شدم که بابا یه چیزی وجود داره به اسم نسبیت عام و یه چیزی وجود داره به اسم نظریه مثلا میدانها و اینها. و انقدر برام کم کم جذاب شد به واسطه دوستای خوبی که داشتم، حالا اگه اسمشونم بگم، آره مهدی فیروزآبادی، علی اسماعیل زاده، منیره خاتمی، مائده عباسی و شیدا نجفی، ما میشستیم با هم دیگه خیلی دیسکاس میکردیم. یعنی مثلا همینجوری هی هر چیزی رو که بهمون درس میدادن بعد میومدیم و این فیزیک بنیادی این حس این اجازه رو به تو میده که راجع به مسائل بنیادی واقعا صحبت کنی و این خیلی لذت بخش بود. من یادم ما تا ساعت 9 شب میموندیم دانشگاه و همه میرفتن و کم کم مثلا دیگه کلید مثلا اون تالار که مال اون کلاس بزرگه بود و به ما داده بودن مثلا یا درش باز ما میرفتیم اون تو بودیم تا مثلا 9-10 شب و اونجا بحث میکردیم. بعد از شما دیگه کسی 7 شب به بعد نمیمون بهشتی، یعنی بعد از تو کنم زمان شما دیگه کسی ساعت ورودی کیه بهشتی هستی شما؟ من ورودی 90 بودم کارشناسی ارشد و اصلا سالن مطالعه اونا چون نبود اون موقع و ما میموندیم همینجوری با هم دیگه میخوندیم و انقدر جذاب شد برام فیزیک تئوری که احساس میکردم که اگه 100 بار دیگه به دنیا بیام دوست دارم فیزیک تئوری بخونم. و واقعا توصیفش برام به آدمایی میگفتم که نه یا فیزیک تئوری که فال این لاف میکنی باهاش، یعنی دیوانه میشی باهاش. و انقدر دوست داشتم این فیزیک تئوری ولی خب من از گذشته ترش به خاطر اینکه علاقه‌مند به کامپیوترم بودم با دکتر موحد آشنا شدم و فهمیدم میشه این دو تا رو به هم دیگه چسبون. به خاطر همین کارشناسی ارشدم رو روی این مسائل مرتبط با دیتا آنالیز و فیزیک تئوری کار کردم. کم کم که باز خواستم بیام پی اچ دی و زندگی ذره باز جدی تر شد و به خاطر دلایل بیزینسی کم کم هی بیشتر و بیشتر رفتم سمت کامپیوتر. حالا الان خیلی مدت طولانیه که من دیگه فیزیک تئوری کار نمی‌کنم. ولی علی رضا تز ارشد تئوری بود ها؟ تز ارشدم هم دیتا آنالیز بود بیشتر، ولی خب تئوری که کیهان شناسی توش داشت. و دیگه از اواسط دکترا به بعد دیگه کم کم سویچ کردم سمت دیتا ساینس و دیگه یه مقداری آشنا شدم با بحث‌های حوزه سلامت و اینا و دیگه تو پستاک اول و دوم هی درصد فیزیکم کمتر شد، درصد اون یکیاش بیشتر شد و الان دیگه شاید 20% اینا توی دیتا آنالیز واسه بعضی از تلسکوپا همکاری دارم و یه 70-80% هم معمولا کارهای مرتبط با سلامت میکنم که البته جفتش بیسد آن کار معمولا اپلیکیشن هوش مصنوعی. حالا سراغ این قضیه هم میای که دقیقاً داری چیکار میکنی و انیشتین چیکار داری به سلامت و اینا، ولی شما تست کرونا دادید؟ سرفه میکنید؟ ما سلامت. من نه، من این سرفه رو همیشه دارم. ولی خلاصه که یه چای نباتی چیزی کرونا رو اگه گرفته باشم شاید، چون هیچ وقت تست ندادم ولی فکر کنم یه بار تست دادم واسه اینکه می‌خواستم بیام اینجا، ولی معمولاً چون رعایت نمی‌کنم شاید 7-8 بار نمی‌دونم. این قسمت رو بعد آموزی داره راجبه صحبت نکنید، مراعات کنید حتما شرایط سخته. خیلی خب، پس شما لیسانس فیزیک علم و صنعت، ارشد گرانش بهشتی، بعد کوچ کردید به سمت کارهای محاسباتی و سه دکتر و انا رسما دیتا ساینتیست حساب میشه.
الان باز پی اچ الان هم باز پستاکم چیزه فیزیکسه و فاندش هم از طرف هایرکسه. این که گفتم من سر فیزیکی ها رو کلا گذاشتم یه جورای منظور همین منی من معمولا من از پستاک اول من بجوشکده فیزیک بودم معمولا من پولم رو از فیزیکی ها گرفتم مدرکم رو از فیزیکی ها گرفتم ولی برای مثلا دیتا ساینسی ها یه جورای کار کردم. اون موقع هم که آقای پی ام بودی اسکول آف فیزیکس بودی درسته؟ من اسکول آف فیزیکس بودم، البته اپلای کردم برای اسکول های دیگه هم ولی دیگه اسکول آف فیزیکس هم اول که اکسپت رو داد دیگه رفتم. اسکول آف استرونومی نبود؟ اسکول آف استرونومی نه نبود. خیلی خوب. اوکی فردا شما بگو، شما بگو کجا بودی چه کردید؟ خیلی الجزا دوباره سرفات برگشته. آره نمیدونم چرا و میترسم مردم، من هر جا میرم و خودم رو کنترل. نه ولی راست میگه، برای قسمت بدآموزیش بگم که بدآموزی نداره، راست میگه خیلی وقت سرفاش باید. خب من اتفاقا منم یه خیلی راه عجیب غریبیه، من کلا نجوم و اینا رو خیلی دوست داشتم از بچگی و اینا، مثلا از راهنمایی مثلا نجوم آماتور رو دنبال میکردم و توی دبیرستان و همه این داستانا راستش پایین میرفتم تهران، اینه که تهران باشن گنگا رو میشناسن دیگه، گنگای خاصه. بعد برای ولی من کنکور کارشناسی که دادیم این رتبه خوب شد دیگه، اون زمانم که مثلا میدید مشاور که میرفتی اینجور بودن نه تو باهوشی حیفه برو مهندسی، یعنی به همه تو همه دنیا برعکسه، هر که باهوشه میره ساینس میخونه، ایران میره مهندسی. بعد دیگه خلاصه اینجور شد که من شیمیرم دوست داشتم، رفتم مهندسی پلیمر، خلاصه که من مهندسم، مهندسی پلیمرم و لیسانس گرفتم. کجا؟ ولی دانشگاه من دانشگاه عراق قبول شدم ولی انتقالی گرفتم دانشگاه تهران، یعنی تهران. بعد ولی این وسط ها همه این کارهای نجوم آماتوری رو دنبال میکردم و علاوه بر اینکه نجوم حرفه‌ای رو دوست داشتم و مثلا سر کلاسای فیزیک دانشگاه تهران میرفتم چون نسبیت و اینجور داستان رو میرفتم، و بعد یادمه که همایش‌های ملی گرانش و کیمیاشناسی رو میرفتم که شریف هم برگزار شد، یعنی یادم تو اون دوره دو سری شریف برگزار شد، بعد خیلی جذاب بود، مثلا چی نمیدونستم چیه، مثلا میرفتم طرف میمد میدان گوسپونه توی کیهانشناسی عام توضیح میداد، این کارا هم که میبینید چقدر تو ایران مثلا چیزه. بعد من خلاصه با اعتماد به نفس کامل اینا رو دنبال میکردم، هیچی نمیفهمیدم. بعد ولی دیدم چون خیلی دوست دارم، مخصوصا این که من گفتم که ارشدم و دیگه گفتم الا الا من کلا میرم فیزیک و مخصوصا هم کیهانشناسی، چون اختر فیزیک رو من خودم میگم خودم خونده بودم و کیهانشناسی یه بعد فلسفی هم داره، بعد چون از اون بعدای پیشم دوست داشتم گفتم نه دیگه من میرم کیهانشناسی راز و رمز اسرار کیهان کشف کنم، اینجا داستانه، یعنی استایل این بود. بعد خلاصه کنکور دادیم و شریف قبول شدم، بعد دیگه شریف که قبول شدم خیلی، یعنی من با فکر مهندسی پلیمر اومده بودم، من سر کلاسای کوانتوم که میشستم به نظرم چینی میومد، چون که مثلا برا و کت میکشید آنوز ماما اینجور بودم، یعنی چی ساندویج میکنیم؟ چیو دقیقا ساندویج میکنیم؟ چی میگن اینا؟ مشکلتون چیه شما؟ من واقعا درد چینی بود برام. خلاصه که خیلی سخت بود، یعنی توی شریف دووم آوردن با اینکه مثلا پیش نیازم نداشته باشی و اینا خیلی سخت بود، ولی خلاصه باید بدبختی بود انجام دادیم. و بعد من اپلای کردم، جواب اپلای هنوز کامل نیومده بود، یه سری هم که خب قبول نشدم، کنکور دکترا هم وسط دادم، بعد اینکه میگم یه بهش یه سر اومدم و رفتم قدر که بهش قبول شدم.
بعدش انصراف دادم دیگه. یعنی شما ارشد شریف رو استوب کردی اومدی ارشد بهشتی و دوباره استوب کردی؟ کنکور دکترا. کنکور دکترا. یعنی همچنان در حال دفاع شریف که بودم کنکور دکترای کنکور دکترای کلی رو دادم بهشتی قبول شدم، ولی جواب اپلایام که اومد دیگه بهشتی رو انصراف دادم، اومدم ایتالیا در شهر تریست مؤسسه سیسا. من چیز خوندم، دکترامو خوندم و کیهانشناسی، و این وسط ها توی این دوره دکترها اینجا قابلیتی داشت اونجا که میتونستی یه مستر MHPC مستر این های پرفورمنس کامپیوتینگ هم یه مستر یه ساله بود همزمان با هم بخونیم. در نتیجه اونو در اون بین هم خوندم که اون چیزای همین پروگرامینگ و برنامه نویسی و نمیدونم شاخهای مختلف برنامه نویسی و هوش مصنوعی و دیتا ساینس و اینا همه رو یه کوچولو میگن، هر کدوم خودت میخوای دیگه مثلا بیشتر بری. بعد اینجور شد که منم در واقع ماشین لرنینگ پروژه دکترام، تز دکترام، و بعدم پستاکم هم در همین، یعنی اپلیکیشن ماشین لرنینگ توی کیهانشناسی توی دانشگاه بولونیا. البته همون جایی که پیتزا پاستاش معروفه، بولونیا لازانیاش، لازانیاش هم معروفه. آره نه نه پاست، پاست یعنی یه جور خاص پاستا که بهش میگن راویولی معروفه اینجا، ولی پیتزا رو بگی بولونیا معروفه. دوستان اهل ناپ جفت با میان. بله من بنده زیاد درد سرهای بهم تحمیل شد اون موقعی که ایتالیا بودم سر مفهوم پیتزا و واسه همه که بله بله خب لازانیاتون معروفه، قبول دارم. آره شبیه ترم هست به مدلی که ما دوست داریم یه عالم گوچرخ کرده بریزیم توش. خیلی خوب. آره. از شما هم لیسانس مهندسی پلیمر، بعد ارشد به سمت فیزیک و در نهایت دکترای گرانش، و الان هم یه چیزی که بهش میگم پست دوک، یعنی دارید ریسرچ میکنید روی مسائل رصدی طور. آره یعنی یه سرش دیتا دارید یه سرش مدل دارید. آره بهتر میخوام بگم من توی ماهواره اوکلید که قرار سال دیگه پرتاب بشه، ما در واقع میخوایم یه سری شبیه سازی ها انجام بدیم که ببینیم پیش بینی کنیم که بهترین حالتی که میتونیم داده های اون رو تحلیل کنیم چی. حالا بعدا فکر کنم بیشتر راجع به این حرف بزنیم راجع به کارانه. آره آره مفصل میره. پس فعلا دو تا محاسباتی داریم، در حقیقت دو تا تحلیلگر داده داریم، ولی تا جایی که میدونم سالار اینجوری نیست. سالار قلم کاغذ و گچ تخت سیاهه، یعنی از این ترکیب. سالار جان برو بریم. سالارم شما هیچ کدومتون سالارم با مهندسی آخه شروع کرده، خیلی مسئله بامزه شد. آره صدای من الان خوبه؟ بله. من مسیرم رو اگه بخوام بگم علاقم به فیزیک از کجا شروع شد، من اولین علاقه ای که توی زندگیم داشتم و اون علاقه رو هنوزم دارم ادبیات بود. یعنی این که من بچگی پدرم برام خیلی شاهنامه میخوند و اینها، و منم خیلی جاهاشو حفظ میکردم، و منتها وقتی که رفتم مدرسه خب خیلی شدید من به ریاضی و محاسبه و همین قلم و کاغذ علاقه نشون دادم. یعنی تقریبا هیچ کتاب کمک درسی ریاضی نیست که من حل نکرده باشم و چک نویساشو یادگاری نگه نداشته باشم. اینه که و این اصلا یه حالت آره خیلی یه عشق عجیب غریبی بود. بعد از اون طرف همیشه حالا اون عشق به ادبیات هم که بود، خیلی هم شدیدن عاشق طبیعت و نمیدونم این اصلا هر وجهی از طبیعت که خیلی خوشم میومد، تا اینکه سال دوم راهنمایی من بودم، نمیدونم میتونم اسم بیارم یا نه، ولی یه معلم فیزیک ما داشتیم به اسم آقای اسماعیلی، بی اسمو بردم میانم اسم و آره اصفهان بودم. بعد وقتی که من برای اولین بار اولین کتاب تخصصی فیزیک رو خوندم، دیدم که تمام اون چیزی که من همیشه دوست داشتم اینجا یه جوری انگار با هم بیه قاطی میشه. بعد برای همین دیگه نقطه شروع علاقه من به فیزیک از اینجا شروع شد.
یه چیزی که باز دوباره این علاقه رو به فیزیک و ریاضی تقویت کرد، باز من میدونم که حالا عباس امیدوارم من نزنه، ولی جزوه‌های تکمیلیه سمپاد بود که خیلی اینا عمیق بودن. یعنی که وقتی که من همش رو هنوزم نگه داشتم، مثلا میدونی سوالایی داشت که بعد باعث میشد که ما بشیم همه توی حیات مدرسه با هم دیگه گپ بزنیم و یه مجموعی درست شد که خب هنوزم همه با هم ارتباط داریم. و از اونجا دیگه علاقم به فیزیک خیلی جدی تر شد. یادمه که باز دوباره اون موقع معلم فیزیکمون یه کتابی به من داد، کتاب فیزیک پایه از فرانک جی بلت، 4 جلدیه، که من اینو شروع کردم هم موقع توی دبیرستان خوندن، چون که انتگرال هم توی پیش دانشگاهی میخوندیم، ما آخر حسابان میخوندیم. آره من دیگه مثلا زودترش رفتم یه معلم پیدا کردم از معلمای سمپاد، دیگه اینو خفتش کردم، زنگای تفریح دیگه دست و پشت کسته مشتاق انتگرال یاد گرفتم که بتونم اینو بفهمم. ولی من یادمه که وقتی که رستم به جلد چهارم این کتاب، که اسم جلد چهارمش همون فیزیک نوین بود که برمیگشت به کوانتوم و اینا، من واقعا اصلا دیگه هیچ چیزی نمیخواستم تو زندگیم بفهمم، میخواستم فقط برم یه جوری کوانتوم بخونم. سلام علیرضا مجدد. سلام، من نتم رفت نه ایزم من هم همین شد. بعد منطقه اتفاقی که افتاد مثل همون تریویالی که برای فرید هم اتفاق افتاده بود، ما کنکور دادیم و اینا، رتبه هم اومد خوب شد و گفتن که بابا تو مثلا فلان از سمپاد با این رتبه بری فیزیک بخونی معلم بشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی. همه تو استانه اتفاق میگفتن حیفز با این رتبه، حیفز. آره خیلی حیفز، اصلا حروم میشی یا نمیدونم اینا. بعد دیگه منم گفتم خب اگه نمیشه که خب میریم ما هم مهندسی. منم دیگه از صرافت اصلا جاهای دیگه افتادم و با مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان شروع کردم. اونجا بهش میگم مهندسی گلابی. بله دقیقا. آره خیلی هم من عکس با گلابی دارم از همون سال اول که توی دانشگاه بودیم. بعد یه اتفاقی افتاد من اون شب و ایش وقت یادم نمیره که ما به خاطر اینکه من خیلی همیشه با قلم و کاغذ سر و کار دارم، من خیلی حتی اگه رمانم بخونم رو سر صدا حساسم. خب واسه همین پدر و مادر من، ما همیشه تو خونم بعد من همیشه توی چون خیلی من عباس و اینا رو بهشون تشر می‌زدم، یعنی شما میدونی من دفتر استادم دکتر ریاضی روبروی دفتر دکتر جعفری بود، بعد اینا اون تو سر منو میخوردن. یعنی ببین از ساعت شیشه از که اینا جمع میشدن تولد میگرفتن، اونو بازی میکردن، ایکس باکس بازی میکردن، نمیدونم استیک تو دی پوینت میرن دفتر اینا رو بعدم با هم کنار میای. آقا من هی میرفتم میگفتم من فردا امتحان دارم، خب چرا کسی درک نمیکنه؟ بعد معلم که چیز میمد بیرون خیلی توشون باحال بود. بعد کامیونیکیشن اینا هم خب یه منطقه ای ما تو اصفهان داریم سبز میدون، خب اون منطقه اینجوریه که مثلا آدم اینجاست یکی دیگه اینجاست، این نعره میکشه تو گوشه این. بعد دفت بعد این تیم اینا اینطوری بودن، یعنی مثلا عباس اینجا بود، مهسا و بهار اینجا بودن، این جیغ میکشید تو گوشه این هم نعره میکشید تو گوشه این. بعد سالار جان آقا خیلی من بریونی مهمونه من از اینا ایگنور کن بریم بلش کنیم بچه های مایش. آقا سالار بگو تا بریونی اگه مهمون میکنه رزد نبگنه من جزئیاتو بپرسم. آقا یه بریونی باید دو ها گوش فید باشه قبلی. بعد من یه شب خیلی خاصی یادمه که آره میگم چون که من خیلی سر صدا هستم، ما تو خونمون دو تا تلویزیون داشتیم. بعد من و بابا و مامان همیشه شب و بعد از شام میشیم چای میخوریم توی اتاق مامان و اینا، یه تلویزیون گذاشته بودن که میخوان بشینن با هم ببینن سر صدا شون اذیت نکنه. و من پیششون بودم، خیلی اتفاقی داشت مستند اینتو دی یونیورس هاکینگ رو نشون میداد، من ترم 2 لیسانس بودم. بعد امیدوارم به بچهای مهندسی توهین نشه، اون جمله رو دقیقا نمیگم ولی میفهمید که چی گفتم. من به بابا گفتم که بابا خداییش اینا قشنگه یا این چیزایی که من دارم میخونم. بعد بابا گفتش که
خداییش اینا قشنگه. گفتم ببین من با صادق باشم، من دیروز یه فرم تغییر رشته گرفتم و من پس فردا میرم این فرمو پر میکنم. چون که معدل اول بودم تونستم دو ترم باز دو رشته‌ای بخونم، چون به هم گفتن که عجله نکن و این صحبت ها، ولی عملا ترم 3 و 4 همه واحدامو فیزیک برداشتم و ترم 4 یادمه که دقیقاً بین بچهای فیزیک مجدد شاگرد اول شدم دیگه، تقریبا همه متقاعد شدن که اگه بیام فیزیک حداقل معلم نمیشم. اینه که دیگه همه رو چیز کردم، متقاعد کردم و اومدم همون موقع فیزیک. باز دوباره دو دل بودم که مثلا بیام شریف یا اینکه، چون شریف هم جز انتخابم بعد از صنایع صنعتی اصفهان بود، یعنی در واقع اول فیزیک شریف بود بعد فیزیک صنعتی بود. من بعد دیگه بابا گفتش که نه حالا همین اصفهان پیش ما بمونه و دیگه من صنعتی اصفهان لیسانسمو گرفتم. ترم بعد دیگه یه عشق اصلا میگم عجیب غریبی از همون زمانی که جلد 4 فیزیک بلتو خونده بودم به فیزیک نوبین و کوانتوم داشتم، این هی تشدید شد و خیلی هم به مذاکره ها اولیه علاقه داشتم، چون خیلی دنبال جواب این سوال بودم که اصلا این دنیا چه جوری اومد و ما چه جوری اومدیم و اصلا همش چه جوری شروع شده. و به خاطر همینم هم گشتم، البته از قبلم میشناختم دیگه. اومدم شهید بهشتی اردیبهشت 94 مستقیم رفتم دفتر دکتر ریاضی و گفتم که شما دانشجوی ارشد میگیریم، بعد دکتر ریاضی گفتن که حالا همون یه سری سوال تریویال داره معمولا نمره یه سری درس رو میپرسن و پرسیدن از من و بعد گفتن که آره حالا بزن اینجا ببینیم که چی میشه. بعد دیگه منم اومدم تهران شهید بهشتی و باز دوباره تاریخش دقیقا یادمه که 20 مهر بود که یکی از بچه ها به دکتر ریاضی گفته که ما میتونیم مثلا بیایم برای شما با شما صحبت کنیم برای دیگه دانشجوی شما بشیم. دکتر ریاضی گفتن که من دانشجو گرفتم. بعد کلاس الکترودینامیک باشون داشتم که بعد به من گفتن که تو رو گرفتم و دیگه تو همون موضوع کیهان اولیه من شروع به کار کردم روی موضوع اینکه خلق در واقع ذره چجوری توی کیهان شکل گرفته و ذرات یعنی کیهان چجوری رسیده به اول دوره یه هات بیگ بنگ به این میگن ریهیتینگ. و توی تهران میتینگ آن کاسمولوژی بود سال 96 که شرکت کرده بودم با یکی از دانشجوهای دکتر بوشه خانم دکتر شیوارو تنزاده، اونجا سر یه میز ما میشستیم با ایشون و دکتر هنردوست و اینا که دقیقا بحث سر این بود که آره من چون یادمه که خود کیهان شناسی هم خود دکتر ریاضی ما درس میدادن و بعد من میگفتن همیشه که بعد از بازگرمایش دوره باریوجنسیس اون باز خیلی من علاقه پیدا کرده بودم، ولی خب کاملا دیگه توی فیلد ذرات بنیادی بود. ولی بعدی با خانم دکتر رستم‌زاده که بیشتر صحبت کردم دیدم که آره یه لینکی میشه انگار بین اینا برقرار کرد. برای همین البته آخر دکترا منم اپلای کردم برای سیسا و قبول شدم توی گروه در واقع تئوریتیکال پارتیکل فیزیکسشون و آسترو پارتیکل فیزیکس هر دو، منتها دیگه خورد به اون قضیه گرونی دلار و یه دفعه دلار شد 20,000 تومان و اینا نتونستم بیام متاسفانه. یعنی سفارت در واقع ما ریجکت کرد، گفت موجودی حسابتون خیلی کم. با دلار با یوروی اون موقع 20,000 تومان من مثلا موجودی حسابم خیلی کم شد. به هر حال نشد. برای همین دیگه با دکتر ریاضی و خانم دکتر رستم‌زاده صحبت کردم و قرار شد که ما روی ارتباطی که میشه تو نظریه پیدا کرد بین خلق ذرات توی کیهان اولیه و اینکه چجوری تقارن بین ماده و ضد ماده میشکنه و ما ارتباط بین اینا رو بیاییم پیدا کنیم. اصلا محاسباتی نیست، اصلا نومریکال نیست، اصلا رصدی نیست، قلم و کاغذ صرفه و تخیلات خودمون همین کارهایی که الان داره میکنه. و همین دیگه همونطوری که علی رضا گفت تقریبا نظری تر اینجای فیزیک. مرسی سالار جان. خب ما الان دیدیم که در یک سوی کات سالار رو داریم که از بچگی شاگرد اول بوده و در سوی دیگر علی رضا رو داریم که زیاد علاقه به شاگرد اول نبوده ولی جفتشون در سپهر علوم میدرخشن. علی من یه چیز بگم، همطور که دیدی سالار خیلی رومانتیکه و سالار جان میخوام یه ذره در ادامه مختصرتر بگی. من تو لایو قبل هیبت جفتن چرا میپری وسط حرف مردم، امروز میخواستم این کار رو نکنم دیدم شما اجازه نمیدی. یه ذره
آره مختصرتر، من میفهمم این عشق و شور و علاقه که توی شما وجود داره رو، خصوصا که از نزدیکم تشراتون رو دیدم. این تشرایی که سالار میگه خیلی لطیفه، یعنی خصوصا با در نظر گرفتن اسمانی بودنش توی این خیلی لطیفه سالار. خب آقا ببین، الان ما تقریبا میدونیم که کجای مسیریم. ما قبل از این لایو یه بار صحبت کردیم با بچه هایی که کارشون نجوم و اختر فیزیک بود، بعد اونا چون مهمون های اول ما بودن یه تقلب ریزی کردن و یه جوره گفتن که کیهان شناسی و اختر فیزیکی، نه دیگه دستاشون تو دست همه اون کلن یه چیزه. بعد منم دوباره میخواستم بگم نیستا، بعد یه ذره اینجور گفتن حالا دیگه فرقی هم نمی کنه اینا، ولی خب بالاخره میدونیم که هست. بریم سر این مسئله که کیهان شناسی چیست، چی رو میخواد بررسی کنه، دردش چیه، و اینکه توی این 100 سال اخیر چه فرقی کرد. چون بالاخره کیهان، ما آدمزاد از اون روز اول فکر کرده که از کجا اومده، دنیا چی بوده، اینا قبول، ولی خب ما احتمالاً یه چیزی داریم اسم کیهان شناسی مدرن که یه ساختار جدیتری داره و فرق میکنه. بعد حالا کم کم دیگه چک و تونه بزنیم که کاری که شما میکنید کجای این بازه. فردا شما میری یا علی رضا شروع کنی؟ علی رضا بره دیگه، ترتیب و حفظ کن. من قبل از علی رضا میتونم یه جمله در جواب اون دوستای نجوممون بگم؟ اگر گوشفیل با چای با دوغ و گوشفیل یکیه، نجوم و کیهان شناسی هم یکیه. من حرفی ندارم، توضیحی هم ندارم. اگه بخوام اینجوری بریم جلو که هی یه نفر یه چیزی بگه بعد نفر بعدی اطلاعاتی داشته باشه که اضافه کنه و نفر بعدی داشته باشه اضافه کنه، واقعا اول من باید حرف بزنم، به خاطر اینکه من شاید کمتر کیهان شناس ترین آدم الان این جمع حساب بشه. ولی اون چیزی که من متوجه شدم، بیوی که حالا من دارم، اینه که ما تا یه زمانی ما نجوم رو داشتیم به خاطر اینکه مثلا میتونستیم داینامیک اشیایی رو که نزدیک به ما قرار دارن، مثلا تو منظومه شمسی قرار دارن و باز نزدیک به ما قرار دارن، شاید مثلا تو کهکشان ما قرار دارن، اینا رو به صورت لوکال نسبتاً راجبشون صحبت بکنیم. البته خب اون موقع شاید خیلی ابزرویشن هی بعدن هی تکمیل شده. و در مورد اینکه تو اون مجموعه لوکال چجوری اون ایولوشن رخ داده و چجوری اون تغییرات انجام شدن تا اینکه مثلا ما این ساختارها رو داشته باشیم، مثلا اگه مثال منظومه شمس رو بخوایم بگیم، از اول چه شکلی بوده که بعدن الان ما این شکلی شده، مثلا و این اجرام شکل گرفتن و خورشید چه بلایی سرش اومده اینا. اینو اگر در زمان و مکان خیلی بزرگش بکنی میشه کیهان شناسی. یعنی ما طبیعتاً اون موقعی که داشتیم راجع به نجوم صحبت میکردیم هیچ وقت فکر اینو نمیکردیم که بتونیم مثلا شاید نمیدونم چند میلیارد سال نوری اونورتر راجبش حرف بزنیم. و اتفاقی که افتادیم بود که چون اصلا دیتایی هم وجود نداشت از این و دینامیک هم عوض می‌شد، یعنی ما اون وقت لازم بود اصلا ابزار ریاضیاتیمون، ابزار مدل سازیمون رو عوض بکنیم دیگه. این زمانی که شما حرف می‌زنی قبل از نیوتونه؟ آره قبل از نیوتونه و حتی یه دوره‌ای بعد از نیوتون. یعنی ما خیلی وقت نیست که این قابلیت برامون به وجود اومده که بتونیم، چون یه نکته‌ای وجود داره، تا قبل از این ما میتونستیم حرف بزنیم که خب حالا چیزایی که خیلی دور از ما هن چه شکلی هن. مثلا یه نفر ممکن بود 100 سال پیش این تئوری رو بیاره که خب اون ته کاغذ دیواریه و مثلا عکس اونایی که ما میبینیم، و اگه یکی این کاغذ دیوار رو بکنه پشتش مثلا چه میتونم مثلا پنجره زیزیگلوه، و هیچ کس نمیتونست این رو ردش بکنه به خاطر اینکه خب اصلا ابزرویشنی وجود نداشت به این معنا که ما بتونیم مثلا حالا اسپکتروسکوپی بکنیم، تصویر بگیریم، نمیدونم امواج مختلفی رو که دارن میان رو بگیریم و اینا. و این یه جورایی از زمانی شروع شد که ما شروع کردیم اطلاعات گرفتن با اون ابزرویشنایی که به ما اجازه دادن که بیایم هابل دیاگرام رو بکشیم و بعدش بتونیم سی ام بی رو رصد بکنیم. اینا باعث شد که ما این توانایی رو کم کم به خودمون بدیم، به خاطر اینکه تو فیزیک نظری مثلا ما میدونستیم سی ام بی داره از ابتدای، یعنی مثلا 380 هزار سال بعد از احتمالاً تولد کیهان یا بیگ بنگ داره میاد. این به ما اجازه داد که ما بتونیم خب راجع به زمانهای خیلی دور و راجع به فواصل خیلی بزرگتر صحبت کنیم. یعنی میشه قرن 19 و 20. آره اونجایی که ما اواخر قرن 20، حتی جایی که ما تونستیم کم کم دیتا بگیریم از مثلا سی ام بی و اینا.
و تونستیم کم کم اون وقت میشد، یعنی فرق داشت اون وقت، اینکه مثلا من این تئوری رو مطرح میکنم با اون یکی، اونی که میگه کاغذ دیواریه و اون یکی که مثلا میگه کاشیکاریه، دیگه میشد چک کرد، فرق میکرد اینا با هم دیگه، میشد فهمید که اونی که داره مثلا میگه کاشیکاریه درست میگه و اونی که کاغذ دیواریه رول اوت میشه و داره مثلا چرت میگه. این چون میشد این اتفاق بیفته، یک علم جدیدی به اسم کیهانشناسی دقیق یا کیهانشناسی شکل گرفت که کاملا متفاوت بود، یعنی داینامیک اون چیزایی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم فرق می‌کنه، مثل تفاوت پزشکی میمونه و جامعه شناسی. شما تو هر دوش داری انسان رو بررسی می‌کنی، ولی تو پزشکی یه نفر ایندیویدوالی می‌ذاری اونجا و یه ذره مثلا ببینی که تو کلیه‌اش داره چی می‌گذره، این مثل استرونومی مثلا یا استروفیزیکس مثلا، ولی تو کیهان شناسی شما داری مثلا میگی اقتصاد یک جامعه چجوری کار می‌کنه. اینا اینقدر با هم می‌تونن متفاوت باشن گاهی وقت. اینی هم که توی خیلی از دانشگاه‌ها اصطلاحا میگن گرانش و کیهان شناسی، به این خاطره که الان دیگه ملاک طبقه بندی شده فقط این نیروی بسیار بلند برد ضعیفی که داره معمار یه چیز خیلی بزرگی میشه که بهش میگیم کیهان. یه اینجوریه که یه ساختار خاص مثل منظومه شمسی مثلا باشه. آره چون مثلا کسی که اختر فیزیک دونه مثلا کارش مثلا چه می‌دونم بهش میگن فیزیک خورشید. بعد خب وقتی داریم خورشید رو بررسی میکنیم کلی چیز مثلا چونم الکترومغناطیسی داره، هسته‌ای داره، همه چی داره. ولی وقتی داریم راجع به گرانش حرف میزنیم خیلی دیگه طول ها بزرگه، فاصله ها بزرگه. خیلی خب فرید، شما میخوای چیز اضافه کنی به این مفهوم؟ یا آره دیگه دقیقاً همین که یعنی در تایید حرف شما رضا، دو تا کانسپت مهم یعنی وجود داره برای تعریف کیهانشناسی مدرن. یکی کانسپت مقیاسه که کیهانشناسی به علم بررسی اجرام آسمانی در مقیاس بزرگ گفته میشه، یعنی تعریف. و دقیقا همین نکته که شما گفتیم به همین دلیله که مثلا کسی که ما تو ابعاد منظومه شمسی توی حالا با دقت خیلی پایین نخواهیم بریم، فیزیک نیوتونی اوکی برامون و برای گرانش سوالی نداریم. در وقتی که مقیاس ها رو بزرگ میکنیم تو اوردر گالکسی دیگه سوال ایجاد میشه، حالا گرانش نیوتونی جواب نمیده، لازمه گرانشی، یعنی گرانش واقعا لازم داریم که بررسی کنیم. این یه مفهومه که توی کیهانشناسی مهمه که آدم در نظر بگیره که خب اختر فیزیک به نظر میرسه که همه جاهاش حداقل، یعنی اونجا، یعنی به هر حال این دوتا دست هم یه جورایی دارن، یعنی یه طیفی وجود داره که از مقیاس شما شروع میکنی، میری از مثلا مقیاس کم از اختر فیزیک شروع میکنی میری کیهانشناسی. یه جایی هم مثلا گالکسی فورمیشن اِوولوشن، یعنی مثلا تشکیل و تحول کهکشان ها، یه جایی بین این دوتاست دیگه، یعنی تنه به هر دوتا میزن. و مفهوم مهم دیگه در واقع ابزاره که علیرضا گفت که کیهانشناسی تا مثلا چند سال گذشته فقط، یعنی شاید بگم 100 سال گذشته، دقیقا توی آکادمی های فلسفه و اینا درس داده میشده، یعنی کیهانشناسی علم ساینس به اون معنا نبوده. بعدش دقیقا از وقتی که ما ابزار پیدا کردیم برای تمیز دادن، تشخیص دادن مدل های مختلفمون، به ساینس تبدیل شد و یک در واقع از علوم میشه گفت انسانی به علوم طبیعی کوچ کرد. در من مثلا با مزه رو خیلی دوست دارم، میگن که یه آدم یه جای دنبال یه چیزی میگشت رو زمین، یکی بهش رسید گفت چی کار میکنی؟ گفت یه چیزی گم کردم دارم میگردم منم اینجا سنه. گفت مگه اینجا گم کردی؟ گفت نه ولی آخه فقط اینجا روشن. بعد این حکایت کیهانشناسی هم اینجوریه، تا چند سال پیش ما فقط یه جایی که روشن بود و میدیدیم برامون، بعد مجبور بودیم همونجا دنبال همون سوالای عمیق‌تر و مثلا بنیادی‌تر بگردیم. بعد یه دفعه سر و کله ماهواره‌های جدید پیدا شد و من هم اینو علیرضا اصلاح هم کن، من همیشه میگم وقتی به بیگ دیتا حرف میزنی مردم به فیسبوک و گوگل اینا فکر میکنن، اما مرتبه دیتایی که هر شب مثلا ماکس پلانک داره از آسمون خدا میگیره از مرتبه مثلا بیشتر از ترابایت. درسته؟ کیهانشناسی یکی از منابع بیگ دیتا هست و بیشتر از اینم خواهد بود. آره کلا ابزرویشن های مختلف اینو من میدونم.
و بعد مثلا اینا صحبت کردن مثلا تو لایو قبلی که ما یه بار مثلا با نور مرئی میبینیم، یه بار با امواج رادیویی میبینیم، بعد الان به کمک نوترینو ها داریم میبینیم، یعنی توی طیف های مختلف و با شدت های مختلف. خیلی جالب فریدا، خب کاری که شما کردی توی دکترات کجای این پازل قرار میگیره؟ سوالی که جواب داری چی بوده؟ من توی برای تابش پس زمینه کیهان، یعنی اگه که میخوام در نظر بگیریم کارهایی که سالار داره ما ازش یه رصد خوب داریم، یعنی میتونیم یه پدیده‌ای رو از همون اوایل کیهان بررسی کنیم. اجازه. این چیزی که شما داره طرف میزنید یه چیزی ترکیده بهش میگن بیگ بنگ، بعد از یه جایی به بعد شما یه چیزایی دارید به اون میگید تابش چیچیک پس زمینه کیهانی، این اونه یا یه چیز دیگه؟ دقیقا تابش پس زمینه کیهانی فکر کنم ترجمه فارسیشه کازمیک مایکروویو بک‌گراند دیگه، که ما بهش میگیم سی ام بی، و اینکه راحت تر باشیم بگیم سی ام بی که دیگه حالا. بعد آره من بعد این که توی راه میاد از توی کهکشان ما هم که عبور میکنه ایناست، یک عالمه سر راهش با خودش چیز میز انگار جمع میکنه و به اون ریسیور ما میرسه در واقع. و من روی این کار کردم که در واقع ما چجوری میتونیم یک مدلی ارائه بدیم که این با توجه به داده هایی که و با توجه به ابزارهایی که تو هوش مصنوعی داریم که این تابش های سر راهی که این سی ام بی با خودش جمع میکنه میاره رو بتونه بدون دخالت این که من بهش بگم ببین این مثلا تابش سینکروترونه اینو جدا کن، خودش جدا کنه. و من به این نگاه کردم. شما از روش های آن سوپروایزد لرنینگ استفاده کردید. یعنی اولش بهش سوپروایز بود، اولش بهش یاد دادم، بعدش یعنی میکسیه در واقع، بعدش برای بهبود دادنش بهش دیگه آزادی دادیم، گفتیم دیگه تو آقا بالا سر لازم نداری. خیلی جالبه که یه آدمی از خونش بلند شده اومده تو مترو بوده، بعد تو اتوبوس بوده، بعد اومده سر کار. کاری که فریدا اینا دارن میکنن، دارن تشخیص میدن که چه بوهایی رو بدن این آدم نشسته توی راه. ببینیم اینا رو توی مترو چه بویی مثلا جذب لباس این آدم شده. و خیلی جالبه برای من شنیدنش، خیلی چیز هیجان انگیزه چون این سرش به دیتا است. و سالا رو قبل از اینکه شما بگی چی کار میکنی اینو جواب بده که با توجه به چیزی که راجع به مفهوم کیهان شناسی گفتیم، به نظرت چه چیزایی تو ذهن مردم بد جا افتاده؟ مثلا میسکانسپشنشون نسبت به کیهان شناسی چیه؟ من دو تا کامنت خیلی کوچولو اگه بخوام بگم که حرفای علیرضا و فریدا رو تکمیل بکنم، فکر کنم اینم کمک بکنه. اینکه پیشرفت توی کیهان شناسی دقیقاً با پیشرفت توی ابزار شروع شد، یعنی اینکه ما تونستیم خب ببینیم که قبلا چه چیزایی نمیدیدیم، ولی یه دو تا آستانه خیلی خیلی مهمم توی تاریخ اتفاق افتاد. من فکر کنم اینا هم باید بهش خیلی توجه کرد. اولیش تمام اتفاقای فیزیک نظری تو اول قرن 20 این خیلی خیلی مهم بود. یعنی ببینید کاری که آلبرت اینشتین با نظریه نسبیت عام کرد، در واقع ادعایی که کرد توی اون مقالات خیلی مهمش که ثابته کیهان شناسی رو گذاشت و بعد برداشت و بعد با فریدمان دعوا شد و تمام این داستانایی که اتفاق افتاد، همه اینا سر این بود که اینشتین می‌خواست یک فرمول بندی کلی برای کیهان ارائه بده. و این شاید در واقع اولین تلاش بود که شما بتونید کیهان رو با یه فرمول توصیفش بکنید. تا قبل از اون همچین ادعایی نشد. پس یکی اینو باید در نظر بگیریم. یکی دیگه این که مسئله در واقع مدل استاندارد ذرات بنیادی و نظریه الکترو ضعیف بود که کشف شد توسط واینبرگ، عبدالسلام و گلاشو. اینا کاری که کردن خیلی خیلی مهم بود به خاطر اینکه نشون میداد شما اگر که سطح انرژی رو ببرید بالاتر به نقطه‌ای میرسید که نیروهای الکتریکی و الکترومغناطیسی و نیروی ضعیف هسته‌ای اینا ماهیتاً یک نیرو میشن و یه تبارونی توی مقیاس بالاتر دوباره توی طبیعت شکل. خب
این باعث شد که فیزیکدان‌های ذرات به این فکر بکنن که اگر دما رو تا چه حد ببریم بالاتر، نیروی قوی هسته‌ای هم به این میپیونده، دما رو تا چه حد که ببریم بالاتر، گرانش هم به اینا میپیونده. این شد که یه شارش خیلی خیلی مهمی از فیزیکدان‌های ذرات بنیادی که اتفاقا توی آزمایشگاه داشتن فرایندهای بسیار بسیار لوکال رو مطالعه می‌کردن، اینا یه دفعه کوچ بکنن بیان وارد کیهانشناسی بشن و اونجا عرصه‌ی کیهانشناسی یه تحول خیلی خیلی عظیمی پیدا کرد. یعنی میتونیم بگیم که در واقع اون چیزی که حال ما بهش میگیم مدل هات بیگ بنگ، حالا اینا قطعا در ادامه در موردش توضیح میدیم، قبل از این هات بیگ بنگ یعنی خود اون بیگ بنگ و تورم بعد این بتونه فرمول بندی بشه. درنچه اینو ما مدیونه در واقع فیزیکدان های نسبیت عام متاسفانه نیستیم، ما مدیونه فیزیکدان های ذرات بنیادی هستیم و این شار و این اولین برخوردی که در واقع تونست بین این دوتا شاخه از علم اتفاق بیفته. یه نکته دیگه که میخواستم اضافه کنم این که یه جایی هستش که مرز بین اختر فیزیک و کیهانشناسی خیلی خیلی باریک میشه و اون جاییه که در واقع نسبیت عام نظریه هایی مثلا هیدرودینامیک نسبیتی که در واقع تلفیق میشن اونجا فیزیک ذرات بنیادی با نسبیت عام میاد جلو، با فیزیک هسته‌ای با پلاسما همه اینا با مکانیک آماری هم با هم تلفیق میشن. اونجایی که ما هیدرودینامیک نسبیتی رو بررسی میکنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه روی مرز اختر فیزیک و کیهانشناسی قدم برداریم و اونجا جایی که ما بلک هول رو مطالعه می‌کنیم. مطالعه کردن بلک هولا جوری نیستش که شما حتی توی شاخه نظریش بری، شاخه محاسباتیش بری، شاخه رصدیش بری. اونجا واقعا جدا کردن بین مرز اختر فیزیک و کیهانشناسی خیلی خیلی دشوار میشه. یعنی اینکه اگر شما بخواید تلفیق یعنی استدلالای درستی بخوایم بکنیم نیازه که در واقع روی مرز این دوتا داری قدم برداری، همونطور که اگه بیاییم توی کیهان اولیه ناچای روی مرز گرانش و ذرات بنیادی قدم برداری. سالا شما خیلی کلمات تخصصی به کار میبری، فقط چون کیهان اولیه early universe یا جهان اولیه خیلی میگی، اینو بگو یعنی چی؟ یعنی که اولیه کجا؟ درست. ببینید من اگه که بخوام خیلی خلاصه توضیح بدم، ما میدونیم که خیلی خلاصه ما میدونیم که کیهان در واقع از یه تکینگی ها، یعنی یه دونه جایی که ما قواعد فیزیک اونجا تعریف نداره، ابعادو اگر که بخوایم در واقع تعریفش بکنیم از مرتبه طول پلانک 10^-43 میتونیم در نظر بگیریم. کیهان از یه همچین ابعادی ما میدونیم که احتمالا شروع کرده، بعد از اون متورم شده به شدت، چون متورم شده خالی از ذره شده، اینا رو بعد با دیتیل میشه توضیح داد. پس یه عاملی اومده که کیهانا دوباره پر از ماده کرده، تقارن بین ماده و ضد ماده شکسته، ما رسیدیم به یه نقطه ای که توی اون نقطه ما یه کیهانی داریم با یه ابعادی که حالا یه تخمینایی ازش هست خیلی سردستی. توی این کیهانی که ما الان داریم یه عالم ماده هست، سرعت این ماده خیلی زیاده، خیلی خیلی داغه و آماده است برای اینکه در واقع تحول بکنه. کیهان با یه نرخی هنوز در حال انبساط بود. به این نقطه شروع میگن آغاز نظریه هات بیگ بنگ، بیگ بنگ داغ. به این نقطه ای که یه کیهانی داری که پر از ذره است، ابعادش هنوز خیلی کوچولو موچولو جوونه، به این میگن هات بیگ بنگ. قبل این هر چیزی اسمش میگن کیهان اول. اون سوپ کیهانی کدومه؟ سوپ کیهانی همینه که اول هات بیگ بنگ. پس اینجوریه که اول چیز ترکیده، بعد داغ بوده و تند بوده، سری بوده، یعنی بعد به یه جایی نه. ببین هر چیزی که داغ بوده و اینا، حالا اصلا ما نمیدونیم داغ بوده، چیزی بوده، چیزی نبوده. نظریه های کیهان مثلا بعضی نظریه ها میگن هیچی نبوده، ولی به هر حال یه چگالی خیلی خیلی شدیدی از یک نوع ماده خاص شما توی یک ابعاد بسیار بسیار ریز داشتی و حالا احتمالا میدانهای دیگه بودن نبودن ما خبر نداریم، یه دفعه خیلی باز شده. شما یه سطح باز کنک رو در نظر بگیرید، فرض کنید که شما مثلا این باز کنک رو فشارش توی یه نقطه، یه دفعه اینو بازش کنید، اصلا بادش کنید، شدید بادش مثل ایربگ که باز میشه. حالا ما داریم روی یه دایره یه خیلی کوچیکی از این ایربگ مطالعه میکنیم. خب از اونجایی که اون خیلی باز شده، حالا توی این دایره یه خیلی کوچیک ایربگ هم یه سری اتفاقات ذرات بنیادی افتاده که بعدا در موردش توضیح میدم. این کیهان اولیه در نهایت رسیده به اونجایی که ما یه سوپ داغ داشتیم و یکی توی یکی هانه خیلی خیلی جوون و
حالا این دیگه شروع کرده به تحول پیدا کردن که میشه بعداً در مورد اینا حرف بزنیم. من قبل این سوپ داغه میگن که من اصطلاحات خیلی دوست دارم، مثلا بیبی یونیورس و ارلی یونیورس و اون هفته پیش بچهای زراتی، من نمیدونم زراتی ها دارن دیگه طعم و رنگ و بو و همه چیز رو دارن. بعد از من هفته پیش ندارم یه چیزی وجود داره اسمه بیابون، یعنی توی جرگون اینا خیلی خوبه. اینا این کلمات رو دونستنشون مهمه به نظرم، به خاطر اینکه به آدم و سر نخ میده که ادرس چیزایی رو بزن. خب بریم قبل از اینکه بریم سراغ میسکانسپشن ها، پس یه چیزی مثل بیگ بنگ، یه چیزی مثل دارک انرژی، دارک متر، یه چیزی مثل انبساط کیهانی، یه چیزی مثل ساختارهای خیلی بزرگ، اینا هم چیزایی که توی چتر زیر چتر در حقیقت کیهان شناسی. یه چیزی مثل نسبیت خاص، نسبیت ها میشه در حقیقت تئوری های اصلی این مسئله. و ذرات بنیادی دیگه گفتم از بعد از 1945 ذرات بنیادی قطعا خارج. خب حالا به نظرت چی و مردم خیلی بد میفهمن راجع به این مسئله کیهان شناسی؟ وقتی هم میگم مردم، یعنی هم مردم کوچه و بازار، هم کسایی که دانشجوی فیزیکن و با یه تصور اشتباهی وارد میشه. یه سوالم خواستم از علیرضا بپرسم، ولی اینجوری بود که مثلا خودم اشتباهی اومده بعدم ببخشید دیگه. حالا اینا میشه حالا وریفای کن، شما یه چیزایی بگی بعد مثلا از علیرضا شما این حس داشتی چه جوری بود وقتی شروعش کردی؟ الان من باید جواب بدم. به نظر تو چه چیزایی مردم اشتباه فهمیدن، سوء تفاهم شده؟ من به نظرم چیزی که چون جای مختلفم که مثلا من رفتم برای سخنرانی و این حرفا، اشتباه ترین چیزی که مردم در موردش فکر میکنن خود بیگ بنگ، حداقل اون چیزی که توی قسمت خودم من میتونم در موردش صحبت بکنم، بیگ بنگ بسیار اشتباه فهمیده شده. چون که تصوری که وجود داره اینه که انگار تمام این ماده، البته این تصور مدل استاندارد کیهانشناسی هست، ولی حرف اینه که انگار تمام ماده کیهانی رفته فشرده شده توی یه نقطه و بعد یه دفعه این نقطه منفجر شده توی بستر فضا و زمان. این تصور درستی نیست. اگر که ما بخوایم در واقع کیهان شناسی رو بفهمیم، ما باید به کیهان مثل همون صفحه بادکنک نگاه کنیم. خب و وقتی ما داریم میگیم کیهان در حال انبساط، منظورمون این نیست که ما یه فضایی داریم، یه پس زمینه ای داریم، مثل این اتاقی که الان مثلا من نشستم، این ثابته، این تغییر نمیکنه. حالا مثلا من و لیوان آبم شروع میکنیم از هم دیگه دور بشیم یا به هم دیگه نزدیک بشیم، این نیست. مسئله ای که وجود داره اینه که بله، نیروهای مثلا مختلف بین عناصر مختلف کیهان میتونه وجود داشته باشه، ولی وقتی که ما میگیم کیهان در حال انبساط، بستر فضا زمانه که در حال انبساط. یعنی شما اگر که یه بادکنک روش با ماژیک یه سری نقطه بذاری و اینا هی بادش بکنی، بستر این نقطه هاست که داره این نقطه ها رو از هم دیگه دور میکنه. پس بیگ بنگ رو اگه من بخوام تعریف بکنم، بعد اینطوری بگم که انگار این فضا زمان شروع میکنه جمع میشه توی هم دیگه. یعنی اینکه ساختار این فضا زمان انقدر پیچیده میشه فرو میره توی هم دیگه. و وقتی که ما داریم از بیگ بنگ حرف میزنیم، شما اینو مثل یه نقطه‌ای در نظر بگیرید که اصلا شروع فضا و زمان پیش رو کنه دیر میره. این نیستش که فضا و زمان یه چیز ثابتی باشه، حالا بیگ بنگ کل ماده توی یه نقطه توی کیهان بوده یه دفعه این ترکیده، نه این نیست. البته این به نظر من اگر انصاف به خرج بدیم، این جزء مفاهیمیه که درکش خیلی سخته، به خاطر اینکه ما همیشه خیلی سخته. یک چیزی وقتی داره جای باد میشه توی یک اصلا ذهن ما از لحاظ شناختی آداپته شده و همیشه یه چیزی توی یه چیزیه. بعد اینی که به آدمی بگی که آقا وقتی این شروع شده توی چیزی شروع نشده، همه داستان اونجاست و چیزی جز اون نیست. من یادم اولی که دکتر سپنجی داشت راجع به امواج گرانشی حرف میزد، یه کلمه بهش میگن تار و پود کیهان، بهش میگن فابریک آف سپیس تان. بعد اینجور بود که دکتر میگفت که آره این خود اون اول که ترکیده، این موج هم اینجوری شروع شده. بعد ما اینجور بودیم که خب این موج رو چی شروع شده؟ مثلا شکل گرفتن. گفت نه عزیزم، رو چیزی نبودن، خود اون چیزان که. این خیلی به نظرم چیز مهمی. اوکی فرد، شما مثلا با مردم صحبت میکنی چه چیزای عجیبی میشنوی راجع به کاری که میکنی؟ یا تا حالا چه چیزای خیلی برات
اینجوری بوده که نه اینجوری نیست، اجازه بده من توضیح بده. ببین من به نظر این چیز خیلی مهمی که من چون توی همین کلن فرنده ترویج علم خیلی علاقه دارم، ولی اینی که دارم میگم دانشجوی فیزیک و شاید خیلی شامل نشه، بیشتر مردم هم. مثلا خیلی چیزایی که مفاهیمی که فکر میکنن فیزیک، یعنی شما فریده رو به صورت غیر فیزیک واقعا علمی، یعنی به نظر من خیلی شاید فیلم های هالیوودی، کتاب های علمی تخیلی، اینا رو خیلی وارد ذهن مردم کردن بدون اینکه درست بیان کنن، که یعنی شاید بدون اینکه فضای آکادمیک نقش درستی ایجاد کرده باشه برای اینکه به مردم بفهمونه اینا واقعا چیه. مثلا یکی از مفاهیمش همین مولتیورسه، یعنی جهان‌های موازی. آره خیلی سوء استفاده میشه ازش. یعنی ببین موضوع اینه که ما حتی اونهایی یعنی ما مفهوم جهان‌های موازی رو توی فیزیک داریم درست، ولی علل اصول نمیتونیم ثابتش کنیم. با این از مکانیک کوانتومی میاد، درسته؟ آره درسته. ولی موضوع اینه که بر اساس فیزیکی که حداقل ما الان سازوکارش رو ساختیم، ما نمیتونیم علم بهش داشته باشیم، توی علوم تجربی جای نداره. خب و بعد مثلا آدم ها میان به من میگن بابا تو خودت که کیهان‌شناسی خود دیگه اصلا جهانای موازی که هست. یعنی من جورم که و مثلا این قضیه جهانهای موازی و بعد حالا الان متاسفانه یک مدتیه که این داستان فرکانس کهکشان و نمیدونم این سیارات در هم در یه لاین قرار میگیرن نمیدونم چی میشه و اینا، یعنی خیلی واسه سوء استفاده زیادی شده. خب بیا یه کار کنیم، بگم... بیا یه توضیحی بده که این جهان موازی یعنی چی، که حداقل اگر آدم های این جان اونایی مشکلشون حل بشه. آره آره خب باش. یعنی چند تا مورد میخواستم بگم. یکی این داستان جهان‌های موازی، یکی سفر در زمان، یکی مفهوم کرمچاله. اینا دوستان ایوهنداز، اینا رو فعلا با علمی که ما داریم جز علم کیهان‌شناسی ما نمیاریمش، هر چند تئوریتیکلی بتونه وجود داشته باشه. اوکی خب حالا جهان‌های موازی چیه داستانش؟ ما چی میگیم؟ میگیم که از همون میریم دوباره توی فام میخوام بکنیم توی کفش سالا. اون اوایل که وجود داشته این داستانه که میگفت یه چیزایی وجود داره، یه چیزایی میگه میدون، مثلا ما نمیدونیم منظور شد میدون چی الان، ولی به هر حال به هر حال مثلا واقعا حالا واقعا دارم میگم مفهوم میدان کوانتوم خودش یه داستانیه دیگه، یعنی اصلا سلام کنی میدان چیه، یعنی قشنگ نفکر. بعد خلاصه اون اوائله که ایمان ما میدونیم که اون مقیاس خیلی خیلی کوچیک بودیم، میدونیم که علم کوانتوم هم روی همون مقیاس خیلی خیلی کوچیک بود. خب و این میدان های کوانتومی، حالا من صرفا ادامان اسم قبول کنید، میتونن احتمالات متفاوتی داشته باشن. این احتمالات متفاوت توی فرایند اگه هر مقادیر مختلف رو اختیار کنن، وقتی که رشد میکنن به عنوان یک کیهان مستقل، میتونن کیهانهای متفاوت رو تشکیل بدن. مثلا این شما فرض کن که یه پارچه خیلی بزرگی داشته باشی، یک عالمه دونه بریزی، دونه‌های مختلف بریزی، اینا بر اساس اینکه تو این کجای پارچه قرار بگیرن، این دونه‌ای که تو ریختی چقدر شرایط رشد داشته باشه و اینا بزرگ میشن و میتونن یک کیهان متفاوت برای خوده. ولی موضوعی که هست اینه که اینها کاملا از هم مستقلن، همون روی بادکنکه رو حساب کنید. این روی بادکنکه به هیچ عنوان نمیتونه علم داشته باشه از یه روی بادکنکه دیگه، اینا همه بادکنکه جدا جدا. خب یعنی شما فرض کنید یه مورچه که روی اون بادکنکه است و تو یه تار و پود اون بادکنکه داره زندگی میکنه، هیچ علمی نمیتونه داشته باشه به یه روی بادکنکه دیگه.
اوکی. پس در نتیجه ما نمیتونیم، ما انرژی میگیریم، جوانهای موازی میان مثلا ما، یا این داستان و اینا نیست. آره این نکته خیلی مهمیه که شروع مسئله از اون جایی میاد که ما برای اصطلاحا تعبیر و تفسیر کردن مکانیک کوانتومی روش‌های مختلفی داریم که هیچ کدوم برتری نسبت به دیگری نداره، چون ما فقط آغاز و انتهای یه سری چیزها رو میدونیم. وقتی که این وسط چی میشه، مردم تفسیرهای مختلفی دارن. یکی از اون تفسیرها میگه که انگار وقتی یه چیزی میخواد پیش بره، تمام حالتهایی که میتونه باشه به وجود میاد و در نهایت از سوی کدوم از اینا میره. این اینو مردم گاهی وقت اینجوری، یه روز یکی میگفت که تو به کارما اعتقاد نداری؟ گفتم من بیشتر به این اعتقاد دارم که از هر دستی بدی از همون دست میگیری. اینو میفهمم ولی کارما سخته برام. گفتم من یه فیزیک نخوندی، جهان‌های موازی همینه دیگه، تو میری. گفتم من تنها چیزی که از جهان‌های موازی دوست دارم اینه که اعتقاد تو یکی از اونها به خوشتی بیا برد پیت باشه. من در این بیشتر از اون واقعا کاری ندارم. حالا یکی اینه، یکی هم سفر در زمان. قبل از اون من بگم اگه کسی خیلی دوست داره راجع به این تعبیر جهان‌های موازی، شان کرول جزو کسایی که خیلی اینو تبلیغش میکنه و خیلی هم خوب بلده راجبش حرف بزنه. یه تاک خیلی معروفی هم داره که یه حالت میزه گردیه که راجب این حرف میزنه، راجب تفسیرهای مختلف مکانیک کوانتومی. اونو ببینیم، بریم سراغ سفر در زمان. اینو چی بگیم؟ اینو دیگه پاس بدیم یکی دیگه. علیرضا زیادی رفته مرخصی. با من گفتی چیزی اینترنتتون لگ داشت. مشکل اینه که علیرضا مفهوم سفر در زمان برای مردم میذاره گاهی وقتا گنگه، گاهی وقتا مثلا گیج میشن توش. الان ما میتونیم به آینده سفر کنیم، میتونیم به گذشته سفر کنیم، تکلیف چی؟ ما به کجا میتونیم سفر کنیم؟ یه چیزی من حالا یه ذره جنرال تر کامنتمو بگم در مورد این بحثی که گفتی. تمام این مواردی که بچه‌ها گفتن، چه موضوع جوانهای موازی، چه موضوع سیاه چاله دیگه، چه موضوع بیگ بنگ، اینا معمولا یه دلیل این که آدم ها اینقدر میس آندرستندینگ نسبت بهشون دارن اینه که تو فیلم های دیزنی خیلی اومدن، تو فیلم های نمیدونم مارویلز خیلی اومدن. و من یه جاهایی اصلا همجوری صحبت که داشتیم رو کازمیک میکروفیک بگراند، من خودم خیلی طرفدار فیلم های مارویلم و همه این چیزها رو، من اونجرز و اینا رو دیدم و بعضیاشو دوبار و خندم میگیره. مثلا زمانی که یه جایی مثلا برمیگرده به طرف میگه که این مشکل رو چجوری حلش میکنید، میگه با رادیشن، مثلا بکگراند رادیشن، میگه خب ولی نه ما الان اینجا اینقدر این مشکل بزرگه که به کازمیک بکگراند رادیشن، این کازمیک یعنی مثلا یه چیز مثلا مقدر خدایی، یعنی مثلا یه چیزی که در حد مثلا خب مثلا بخواه یه خداه رو مثلا دارن مثلا یه آسیبی بهش برسونه، مثل پرو هست میذارن آیفون 12 پرو، این کازمیکه هم اینجوری کازمیکه میذارن تنگش دیگه. مثلا میگن آره، مثلا میگه ما به کازمیک نمیدونم انرژی مثلا فلان چیز احتیاج داریم، در حد کازمیک مثلا ممکنه افکت داشته باشه. این بازی کردن با این مفاهیم برای فیلم های سینمایی مخصوصا خیلی باعث شده آدم ها احساسشون نسبت به اون چیزی که شاید مثلا ورم هول رو یه نفر آدم فیزیسیست تئوریسین نسبت بهش حس داشته باشه، این که مثلا یکی از حل‌های مثلا نسبیت عام مثلا حلیه که از توش مثلا ورم هول ممکنه اینترپرت بشه ازش، اون آدم ها اصلا همچین حسی ندارن. و حالا الان اگه من بخوام یه دونه ادوایز داشته باشم به آدم ها، چیزایی که تو فیلم ها میبینید 99.99% چرت سینمایی هن. چرت نه به معنی بخوام بگم بد، خیلی خوبه، خیلی جذابه، منم خیلی دوست دارم، ولی نکته اینجاست که اون آدمی که داره فیلم میسازه باید یه جوری اینو کارتونی کنه که آدم ها بفهمنش. و مثلا سفر در زمان و نمیدونم سیاه جالب و اینا، ما خیلی خیلی کم فیلم هایی داریم که توش قوانین فیزیکی درست چیز میشن. مثلا تو همین فیلم ها شما میبینید که طرف مثلا چه میدونم از یه جا میپره پایین، بعد مثلا انقدر میخوام بگن طرف سنگینه که وقتی میخوره زمین مثلا زمین سوراخ میشه، بعد همون آدم مثلا میره مثلا توی کشتی وامیسه و کشتی هیچ اتفاق واسش نمیفته. اینا کاملا همش یعنی هیچ کدومش بر اساس فیزیک نیست، مثل همون که انقدر این مسخره است. آقا این فیلم ژاپنی ها یه طرف میپره،
بعد وقتی میپره 15 متر اینجوری میره روی پشت و میشینه. آره خوبه که مثلا بتمن رو تو فرق کن، طرف رو هوا میگیره با اون سرعتی که میگیره طرف باید نصف شه در واقع. آره واضح ترین انتمن بود خیلی جالبه. این کوچیک میشد، ببین بزرگ بود، مش میزد هیچیش نمیشد، کوچیک میشد میزد دیوار میریخت. و من میگفتم که هی توضیح میدن آقا وقتی کوچیک میشه فشار زیاد میشه، این نهایتا سوراخش میتونه بکنه، نمیتره کنه که اونجا رو که، یعنی با فیزیک کلاسیک نیوتن هم نمیخونه چه برسه به این مثالایی که اتفاقا همینو میخواستم بگم. این مثالایی که الان شما همه زدید و هزاران مثال دیگه، یکی از بدیهی ترین چیزهایی که به شدت نقض میشه تو فیلم های سینمایی قوانین مومنتومه. یعنی به سادگی قوانین مومنتوم رو تمام این مثالایی که الان بچه‌ها زدن، چه بتمن چه انتمن، همه اینا، چه صحنه‌های تصادفی که مثلا معمولا سوپر هیروها میکنن با ماشینا و اینا، تو همش کاملا مومنتوم داره، هم همش بقای مومنتوم رو داره نقض میکنه. و شبیه همین دقیقا در مورد نمیدونم سفر در زمان اینا هم وجود خواهد داشت. یعنی هر چیزی که مشهور میشه این بلا سرش میاد. شما مثلا نگاه کنید به الان، من همیشه میگم من یه مشکل جدی با ترویجگران علم دارم، خصوصا بخش زیادی این گنگایی که فریدا اولش گفت، بخاطر اینکه تعداد زیادی از این سوء تفاهم ها رو اینایی میگن که میخوان چیز توضیح بدن. بعد این خیلی بد اتفاق از اینجا شروع میشه که شما الان میبینه آدم ها که راجبه کیهان و بیگ بنگ و اینو حرف میزدن، دارن راجبه ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی و اینو حرف میزن. و مثلا یه چیزایی الان میشنوی که آره ماشین گوگل فلان میکنه اینا. نمونه باردش همینه که از زمانی که من دبیرستانی بودم تا همین امروز هر سری میگن که نرم افزاری اومده شما رو گوشی که نصب میکنی همه آدم ها رو بدون لباس نشون میده. بعد این قشنگ 20 ساله که همینجوری هم هست. بعد حالا یه ذره به واقعیت داره نزدیک میشه، ولی بابا نمیشه یه ذره خونسرد باشه. این من ازم چیزیه، یعنی آرزه چیزای مشهوره، مثلا هیچ کسی را جایی میزه که ماده چگاه شوخی نمی کنه. ولی من یه نکته میخواستم بگم. ببین من همه حرف رو قبول دارم، ولی موضوع اینه که شما نباید مثلا فیلم و نقد، یعنی فیلم وظیفش نیست ساینتیفیک باشه. خب فیلم داره ساخته میشه که مثلا یعنی میخواد مخاطب جذب کنه. آره یعنی به نظر من دقیقا، یعنی من توی حرف هم یه اشاره کردم، به نظر من مشکل از اونجا ایجاد میشه که فاصله بین آکادمیا و مردم خیلی زیاده، یعنی به شدت زیاد، حتی صنعت با صنعت هم خیلی زیاده. یعنی قشنگ انگار تو فضای ایزوله است. و به نظر من اتفاقا دقیقا نقش مروجان علمه که حالا کار نداریم تو ایران خیلی باگ‌های زیادی اینا وجود داره، ولی کلا تو دنیا این پل و اتصال رو باید مروجان علم بست کنن. که من یه چیز بگم، اینا گفته الان یادم اومد. آقایون خانوما عزیزان فالوورزایی که دارید میبینید، این فیروز نادری این فیزیکدان نیست، بی خیال شید. اینایی که تو ناسا کار میکنه یا مدیرن یا یه کاری میکنه، اینا فیزیکدان نیستن، در جایگاهی هم نیستن که مثل این فیزیکدان راجع به چیز حرف زدن. لطفا مراقب اینو باش. آقا نمیخوایم از این بحث دور شیم، بیایم برگردیم به مسیر کیهان شناس شدن. والا ما سالار میدونیم که همیشه دستش بنده به همین معادلات میدان و اینها، پس طبعا سالار باید ریاضیاتش خیلی خوب باشه احتمال زیاد، خصوصا که از بچگی تمام کتابای اندیشش هم نگه داشته. کتابای اون موقع کتاب اسمش اندیشه بود، هنوز گاج و اینا اختراع نشده. و البته خب سالار سن مبتعر من هیچ کدوم نداشتم و نیدم راستش، و سالار سن پادی بوده و خب آموزش با کیفیت دیده و از اول بوده. از اون طرف مثلا این سوال پیش میاد که اگر آدم برای کیهان شناسی اینقدر مجبور باشه، چون من نسبت خاص هم پاس کردم و میدونم چقدر سخته و دوستش هم داشتم، اما از اون هم مثلا یک کسی که داره به این فکر میکنه که من میخوام برم همو بزنم جا پای فریده یا مثلا علی رضا خصوصا، من میخوام کار کامپیوتری کنم،
آیا واقعا نیاز اینقدر نسبیت خاص عام بلد باشم؟ چون نسبیت عام واقعا بزرگه، ریاضیش بزرگه، کانسپتش هم بزرگه، درد سراش زیاده. اول راجع به این حرف زدن که چه چیزایی خوبه که به طور کلی هر کسی که میاد توی این حوزه از علم بلد باشه یا حداقل عشقشو داشته باشه. بعد بریم سراغ این که من توی هر کم از گرایشاتون چی خیلی خوبه. علی رضا شما میخواید؟ ببین نیاز من الان تو جایگاهی که همین الان هستم و میگم ببین من الان دارم خب کار دیتا میکنم و برنامه نویسی، احساسم اینه که دو جا از فیزیک دارم استفاده میکنم. یه چیزی که فیزیک خیلی به من کمک کرد الگوریتمیک فکر کردن بود، یعنی روش حل مسئله بود. من حالا به عنوان یه آدمی که فیزیک خونده و شاید مثلا یه ذره فیزیسیست باشه و فیزیکالیست باشه، حسم اینه که مثلا دیدی که مثلا ما فیزیکی ها معمولا اینجوری میکنیم که حالا من الان میرم تو لباس فیزیکی میگیم که مثلا میگن شیمی مثلا داره فلان میکنه که همش فیزیکه، بعد مثلا میگی که خب پزشکی هم دارن فلان میکنه میگه اونم که همش فیزیکه، یعنی تا ندید دست فیزیکی ها که حل نمیشه. اقتصاد رو دارن فلان میکنه اونم فیزیکه، مثلا کامپلکس سیستم رو باید مدل سازی کنیم، نمیتونید حل کنید تا وقتی نیاد سراغ فیزیک. من اینه اعتقاد دارم بهش و شاید شما هم داشته باشید، شاید یه ذره من بیشتر از همتون اینجا اعتقاد دارم. آره من اعتقاد دارم که فیزیک یک زمانی علم طبیعه بوده به این معنا که مثلا آدما برن مثلا پدیده های طبیعی رو بررسی کنن و فیزیک کم کم شاید از اولم این بوده ولی کم کم هی بیشتر و بیشتر نشون داده که علمیه که با استفاده از ریاضیات و منطق مدل سازی میکنه، مدلایی که قابل اینه که پیش بینی کنن دنیای بیرون رو، و این یعنی پرابلم حل کردن و هر چیزی رو که ما بخوایم بریم سراغش به عنوان یک پرابلم یعنی پس فیزیکه. این چیزیه که شما تو فیزیک یاد میگیرید. مثلا من خیلی بچهای فیزیک همش میگفتم بیا تو دیتا ساینس، شما مسئله خوب حل میکنید، ابزار دارید، میتونید با هم دیگه قاطی کنید، آشپزی کنید. به خاطر همین جاهای دیگه که دارن مردم سعی میکنن مسئله حل کنن، فیزیکی‌ها آدمای خوبیه، آدمای با کیفیتیه. این اولین چیزیه که من دارم از فیزیک استفاده میکنم و اینو دیگه ربطی به این نداره که دارم کجا کار میکنم. یه فرهنگی که دارم دیتا ساینس، توی فرهنگ فیزیک بار اومدی و یه رفتاری از خودت نشون میدی که آگاه هم بهش نیستی، اما حاصل از تربیتیه که توی این فشارها و له شدنها و کوانتوم پاس کردنها رفته توی وجودت. آره یه جور ترین شدنه، یعنی اون قسمت مسئله حل کردن ما، اون قسمتی که به ما جرأت میده و این استراتژی رو میده که مسئله رو بشکنیم، تیکه تیکش کنیم، کوچیک کوچیکش کنیم و بعد سرچ کنیم هر تیکش رو جدا جدا حل کنیم، حتی اگر هیچ ایده‌ای نداریم این تیکش اصلا چیه. یعنی من دیروز توی رومی بودم توی کلاب هاوس، بهرام مبشر داشت صحبت میکرد، میگفت من میخواستم یه کتاب بنویسم، واسه اون کتاب رفتم 3 سال مثلا سر کلاسای بیولوژی نشستم. این که این جرأت رو به خودت بدی رو فیزیک خیلی خوب بهت میده، شاید جاهای دیگه هم بده. یعنی اون عضو مغزت 6 تیکه میشه واقعا تو فیزیک، هر چقدر هی بری بالاتر، مثلا بری فیزیک دکترا بخونی، معمولا اگه واقعا کسی باشی که اهل این باشی که به خودت جرأت بدی ریسرچ بکنی، این بزرگترین قابلیتیه که پیدا میکنی. تو بعد از اینکه فیزیکو خوندی، حالا دیگه تو هر چیزی زمان بذاری، اگه یکم استعداد داشته باشی، تو اون معمولا میتونی خوب بشی. من به نظرم این مهمترین موهبته که شاید من دارم همه جا ازش استفاده میکنم. قطع شده علیرضا؟ میاد. آره من یه چیز بگم، به نظرم که از علتهایی که بچه های علوم پایه رو توی گاهی وقتا شغلهایی میبینیم که انگار ربطی نداره، دلیل اصلش همین تربیتیه که شدن. یعنی بخاطر اون تربیت خوبشونه که اینا بلدن یه سوالی رو بشنن بهش فکر کنن و یک ساز و کار جدی توی علم وجود داره به اسم تقلیل گرایی، ریداکشنیزم، که اینا تو فیزیک تونن خیلی خوب یاد میگیرن، چیزی رو کوچیکش کنیم بعد بیایم کوچیکه رو بشناسیم و حالا تلاش میکنیم از پایین کوچیکه رو دوباره اسمبل کنیم بالا رو بشناسیم. این که من با عنوان کسی که کارم سیستم پیچیده است اینو بگم، این که میگن علم و طبیعه، واقعا هنوزم علم و طبیعه است، به شرط اینکه شما طبیعه رو فقط کیهان ندونید، اقتصاد هم طبیعه است. یعنی همه اینا جایی که آدم تا زمانی که روش علمی داره کار میکنه ما اونو داریم، فقط حالا سیستم پیچیدگی هاش بیشتر میشه، به خاطر اون همینه که اون برهم کنش هایی که بین اون ریز ریز هاستون میذاریم کنار هم سخته، واسه همه که فیزیک دونا به همه چی میتونن حمله کنن.
حالا تا علیرضا برمیگرده فریدا، این الان واسه بعدشه که فیزیکدانی که تا اینجا اومده داره از این فیزیک چه استفاده می‌کنه. من دارم به قبلش اشاره می‌کنم. توی این مسیر گرانشی شدن، توی این مسیر کیهان شناس شدن، آدم باید چه چیزا یاد بگیره، چه مهارت‌های خوب بلد باشه. مثلا شما که الان کار محاسباتی می‌کنی، خیلی کار نظریت خوب بود، یعنی مثلا نسبت خاصم خیلی بلدی، الان تمام این کانکشن‌ها رو از حفظ می‌نویسی، چه جوریه؟ نوشتیم یه بار ولی خب دیگه حالا نه. ولی ببین، برای رسیدن به درک عمیق، آخه میدونی یه نکته وجود داره، محاسبات بودن علاوه بر اینکه تو ابزار بلدی که ابزارت مثلا کدینگه، ولی درک عمیقی هم نیاز داره که اونا رو باید توی مراحل پایین تر، یعنی قبل از دکتر رو یاد بگیری. مثلا همین که سالار میگفت، مثلا اگر به نظر من یکی مثلا یه لیسانس ریاضی هم داشته باشه بعد فیزیک هم بخونه، خیلی کیهانشناس موفق تری میشه نسبت به کسی که پای ریاضی قوی نداشته باشه، چون انگار سطحی میفهمی. تو اگر ریاضیات مثلا هندسه خوب بلد باشی، توپولوژی خوب بلد باشی، اینا یه درک عمیقی از ببخشید مثلا نسبیت عام پیدا میکنی که مثلا با حالت عادی واقعا فرق میکنه. مثلا اینکه طول ژئودزیک چیه، اینکه تفاوت طولای مختلف چیه، یعنی واقعا باید آدم مثلا 3 ماه فکر کنه تا مثلا چند تا کتابو نگاه کنه تا بفهمه چیه. واقعا اصلا بدیهی نیست. در نتیجه من اگه که باشم خودم، اگه که برگردم میرم ریاضی میخونم، آمار برای سمحاسباتی آمار خوب یاد میگیرم که آمار در مقابل این مفاهیمی که گفتم خیلی ساده است و بعد فیزیک هم سعی میکنم، چون آدم وقتی میاد مراحل بالاتر دیگه وقت نمیکنه این کانسپت رو عمیق یاد بگیره. یعنی متاسفانه، حالا راجع به قسمت های چیزش بعدا میتونیم صحبت کنیم که آکادمیا چه اشکالی داره، ولی دیگه آدم وقت نمیکنه اونطوری عمیق بره این مسائل یاد بگیره. همونطوری که سالار گفت، من باشم وقتی رو برگردم نسبیت خاصام و ذرات و میدان و ریاضیات، من چون خودم هندسه دوست دارم، ریاضیات هندسی رو خوب سعی میکنم خیلی مفاهیمش رو بهتر بفهم. من یک چیز بگم، من گاهی وقتا که میخوام شیطونی کنم و دوروبریام، ما چون سیستم پیچیده کاریم، خیلی دوست دارن که بگن شما که فیزیکی نیستید، خب خیلی زود ناراحت میشن، ما رو میخوام بندازم بیرون. بعد من چند تا حالا چند تا حسودیه یا تربیت غلط هر چیز توی این فرهنگ علم هست. بعد من چند تا ابزار دارم از این دار تایستم که داری میزنی میخوره اینجا طرف میفته. یکیش اینه که همیشه دبیرستان بودیم پوست پرتقال مثلش تو لوله خودکار بگو. من همیشه با قانون اولی نیوتن شروع میکنم و از این آدم ها که فیزیک، حالا گرانشی ها معمولا بلدم، ولی بقیه فیزیکی ها اینا خیلی هاشون اشتباه میکنن. آقا قانون اولی نیوتن چی میگه؟ بعد اصلا چرا مهمه؟ بعد مثلا سر بحث رو باز میکنم که خب این به چی؟ بعد آخر سر هی نشکون میگیرم از این آدم ها. بعد میگم حالا قانون دوم که مثلا اولیو میداد، بعد مثلا قشنگ میفهمی که طرف مفهوم مرجع لخت رو نفهمیده. این که اصلا قانون و این من خودم چون هیچ موقع آدم باهوشی نبودم، خودم همچه با اوریج مقایسه میکنم و واقعا طول میکشه که آدم بفهمه که چرا قانون یک وجود داره، و وقتی میری قانون دو حالا بفهم که این دوتا فرق دارن بتونی تمیز بدی و اینا همیشه با خودت ببری. اصلا که این تربیت میخواد. من دم دکتر شجاعی بهشتی گرم، ما با ایشون خیلی درسای این تیپی داشتیم و اون اوائلی که بشم آدم شروع کنه نسبیت یاد گرفتن، یه جایش هست که واقعا مغز اینجوریه که گریپاژ میکنه، یعنی هی یه چیزی رو میفهمی بعد 2 دقیقه بعد میگی نه من نفهمیدم، بعد دوباره میاد، بعد یه جاهایی یه چیزایی رو حل میکنی. ریاضی مثلا، اگه مثلا من خوب ریاضیم خیلی خوب بود همیشه، ریاضی رو مینویسی بعد فکر میکنی یعنی چی آخه، آیا این درسته، آیا این از و این. من همیشه این مثال رو میزنم که کسی که فوتبالیسته کنار فوتبال همشه بدنسازی هم کار میکنه، حالا درسته اینه باید نسبتاشون درست باشه، ولی اونایی که میان سمت فیزیکن، چون من خودم
خیلی عشق فیزیک نظری بودم و خیلی چیزایی رفتم خودم یاد گرفتم و میبینم بعضیا دوست ندارم و میترسن. به نظرم این خیلی بده، چون اگر آدم یه زمانی تو بچگی یعنی قبل از شروع دکتر این ذهنو خوب بازی نده، ماهیچه‌هاشو قوی نکنه، اون موقعی هم که داری کار خیلی دیتایی اینجوری میکنی ممکنه یک سوتی بدی که حیثیتت بره به خاطر اینکه مثلا سال دوی ارشدت یه چیزی خیلی خوب فکر نکرده بهش. آره ساتیم. بعد شما برنامه نویسی اینا میکنید، یه کمی هم راجع به این حرف بزنید. کداتون چیه؟ پایتون مثلا کد میزنید؟ آره. بعد مثلا از اینا هم برام بگید. برنامه نویسید خوب بود وقتی لیسانس بودی؟ نه من لیسانس البته من دبیرستان سی پلاس پلاس رو شروع کرده بودم، چون من توی داستانی روبوکاپ و اینا هم بودم. کلن یعنی هر چی بگی من مثلا یه نوکی زدم. ولی برنامه نویسی بگم در حدی واقعا خوب بود، خوب نبود. من توی ارشد با سی پلاس پلاس و پایتون شروع کردم کد زدم، ولی در واقع در سطح یوزر، در نه اینکه مثلا ته همه چی رو در بیارم و اینا. و واقعیتش اینه که من توی دکترا که این دوره که گذروندم من خیلی در واقع رفتم توی برنامه نویسی سطح پایین که بهش میگن. برنامه نویسی سطح پایین یعنی چیزی که تو با مثلا به زبون ماشین که اسمبلی هست نزدیک تر میشی در واقع. ولی اکثر کدایی که من الان باشون سر کار دارم به خاطر اینکه توی حوزه همین هوش مصنوعی اینا هستش پایتون و نهایتاً سی. ولی اگه که بخواید در کل تو کیهان شناسی نگاه کنی اتفاقا فورترن هم خیلی مورد علاقه است. هنوز یه عالم آدم پیر هست که نمردن، اونایی که الان بمیرن فورترن هم کم کم میره کنار. نمیدونم، چون دارن نسل جوان هم متاسفانه تربیت میکنن، یعنی حالا متاسفانه من فورترن دوست ندارم، نمیدونم. و ولی خب به نظر میرسه که زبونیه که احتمالاً از یه جایی به بعد دیگه وجود نخواهد داشت، زبان برنامه نویسی. یعنی چون زبانهای زنده مثل همین زبونی که حرف میزنیم و زبون زنده برنامه نویسی پایتونه، به خاطر چیزایی که پکیجایی که روش نوشته میشه و ادامه دار بودن. فکر اون دوره یه های پرفورمنس کامپیوتینگ خیلی بهتون کمک کرده که اون شاکله یه برنامه نویسی و کار با دادت درست بشه، نه؟ دقیقا. ببین حالا نکته ای که هست اینه که من اصلا خودم پروگرامر نمیدونم، چون که تو آدم در همینطور که راجع به فیزیک داریم حرف میزنیم میگیم که بیس فکری چجوریه، واقعا من بیس فکریم پروگرامینگ نیست. یعنی من آدمایی که پروگرامرارم میبینم که یعنی از اون اول که داره به این مسئله نگاه میکنه چقدر خیلی 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 ساده. یعنی مثلا بهت میگن که ببین کامپیوتر تو درسته باش چیزای گنده اینا حساب میکنی، ولی باید فکر کنی که نفهمترین آدم جلوت نشسته میخوای براش توضیح بدی. من یه ذره سختم اینجوری، یعنی من اینجوری یاد نگرفتم، ولی اونایی که پروگرامرن من توی دانشکده علوم کامپیوترم و قشنگ اینجوره که هر بار با این حرف میزنم خشم که او نو او نو او نو نو نو. آره یه آره چیزشون قشنگ نوع منطقی، یعنی هر مسئله رو منطقی که بهش نگاه میکنن یه ذره متفاوت. ماها بیشتر به حل مسئله همونطور که علیرضا گفت دقت داریم، اونا دقیقا به این که قشنگ فلوشارت رو طرف تو ذهنش میکشه. یعنی خیلی خیلی خوبن. آره دیگه همونجور که ما اول از هر چیز سعی میکنیم همیلتونی بنویسیم بعد هی بریم جلو، اونا هم یه جور دیگه فکر میکنن. همین فرهنگی که ما یک ساعت میگفتیم فیزیک بهتون اینو میده، خب به اونا هم فرهنگش یه چیزی دیگه میده بالاخره. واقعا مفیده. یعنی به نظرم اگه آدم به عنوان یک، یعنی منم تو جبهه فیزیکی هم دقیقا بیشتر دیگه، یعنی یکی که فیزیکی باشه بره فرهنگ اونم فرهنگ کامپیوتر ساینس هم در واقع یاد بگیره، توی زندگی با مسائل خیلی خوب برخورد میکنه. در نتیجه واقعا موافقم باهات. اوکی خوبه. سالار بریم سراغ شما. شما کار خیلی نظریه، خب
یکم برام بگو که کجاهاش لذت داره. من میدونم تو خیلی رومانتیکی نسبت به این قضیه و نمیگی که کجاهاش درد داره. من که از قصدم از ساخت این برنامه اینه که مردم بگم یه روز کاری ما به نام خدا در رو باز میکنیم اینجوریه تا شب ده بار میگیم اه برای چند تا دید بعد آخرش میگیم نشد بعد سالی دو سه بار میگیم آها یس. این تصور عمومی اینجوری که نه ما هر روز در رو باز میکنیم میگیم یس، نه هر روز اینجوری باز میکنیم میگیم آه. بعد حالا گاهی وقتا یه یسی هم بگیم یه آها مومنتی پیش بیاد. اینا تو یکی برام حرف بزن، خصوصا اینکه هنوز تصور مردم اینه که کسی که ریاضی میدونه بیشتر خفن‌تره، بعد کسی که هنوز از این معادلات عجیب و غریب می‌نویسه از کسی که اینا رو نمی‌نویسه خفن‌تره. بعد خیلی عادیه، یعنی شما اگر از حروف یونانی استفاده کنی به جای حروف لاتین این خودش یه مرتبه میاد رو خفن بودنتونه. فیزیکتون اینا یاد گرفتن هر جایی می‌خوان کلاس بذارن میان یه دفعه یه فی می‌نویسن. اولین چیزو با چی کار داری با فی؟ یه حرف دیگه بزن. یکم راجع به این حرف بزن، میگم که تو چه ابزارهایی برات خیلی مهمه، چه مهارتی برات مهمه و اینکه چی کار میکنی با سختیهایی که برات پیش میاد وقتی که یه انتگرال حل نمیشه چی کار میکنی؟ وقتی انتگرال حل نمیشه، اینو بخوام همینجا بگم، در اتاق آمدم دوتا فوش میدم. ولی اگه که بخوام یه چیز کلی بگم، اینو نمیدونم حالا این برنامه میدونم که رکورد میشه، امیدوارم که هر کسی که الان داره این صدای منو میشنوه اینو به عنوان یه نصیحت کنه، یه تجربه از یه برادر کوچیک‌تر. من اینو میخوام بگم واسه هر کسی که کار ساینس میکنه، من خواهر خودم از شیمی میخونه. ببینید اگر که میخواین هر کسی دلش میخواد تو کار ساینس موفق باشه، یاد بگیرید بچه باشید. این بچه بودن توی تمام مدارس ایران کشته میشه. حالا منظور من چیه؟ ببینید یه بچه یه کوچیک میخواد بره سر ظرف نون برداره، خیلی هم براش بده. خب این با همه وجودش اون نونو میخواد، شما اگه از اون ظرف نون بکنیدش عشق میریزه به این. و یه بچه دوست داره مدام تجربه کنه، مدام یاد بگیره، دنیا رو هر روز داره نو میبینه، هر چیزی رو با هیجان نگاه میکنه، با یه علاقه نگاه میکنه، با یه پشنی نگاه میکنه. اگر که میخواین تو کار علمی موفق باشید، به نظر من در قدم اول بچه باشید. اگه این بچه که توتون کشته شده برید یاد بگیرید دوباره زندش بکنید، مجبورید. یعنی اینکه شما برای اینکه اون شوق و اشتیاق داشته باشید به هر روز نو نگاه کردن، هر روز دنیا را ریچارد فاینمن که عباس خیلی دوستش داره یه مقاله خیلی خوبی داره به نام آزادی فکر، اینو حتما برید بخونید و ببینید که واقعا به نظر من اولین قدم برای کار علمی از نظر شخصی من نه درسای ریاضی خیلی خیلی سنگینه، نه کده، نه داشتن تلسکوپه، نه داشتن پدر و مادر فوتباله، پول داره. به نظر من اولین قدم برای کار علمی کردن بچه بودن و کودک بودنه. همین بعد توی هنر هم صدق میکنه. یعنی شما اگر که بخواید کار علمی خوب یا کار هنری خوب، شما مجبورید ذهنتون آزاد باشه. و برای این من خواهش میکنم هر کسی هستی تو هر مقطعی که دوست دارید وارد کار علمی بشید، خیلی زیاد مطالعه بکنید. ببینید یونانیان باستان این واژه هوش رو برای اولین بار به کار بردن و اگه شما برید اینو نگاه بکنید توی در واقع لغتنامه ده خدا، اون چیزی که در وصف هوش نوشته شده ترجمه که از یونانی اومده داشتن حق انتخابه. برادران رایت لزومن از داوینچی و بقیه آدمایی که تلاش کرده بودن هواپیما بسازن پرواز بکنن IQ بالاتری نداشتن، نه، اونا حق انتخاب های بیشتری داشتن. چرا؟ چون تجربه های شکست خوره رو میدونستن. و امروز آرکایف مثلا کاری که داره میکنه اینه که حق انتخاب ها رو جلوی چشم ما میذاره. واسه همینه که علم انقدر، یکی از دلایلی که علم انقدر داره، چون ما همه چیزو داریم منتشر میکنیم، پس دیگران میتونن حق انتخاب داشته باشن. پس اگه که از من میشنوید هر روز مطالعه کنید، بعد در مورد مطالعاتون بحث کنید، مدام فکر کنید، یاد بگیرید که عمیق فکر کنید و بعد در نتیجه سعی کنید ارتباط بین چیزهای مختلف رو پیدا بکنید. حالا من عباس گفتش که شما چی کار می‌کنید؟ من چیزی اینجا بگم. من به عنوان اینو ما توی این لایو همیش بهش رسیدیم که هیچ کسی نمیاد بگه اینو یاد بگیر اینو یاد بگیر، نه، یه چیزای جدی‌تری باید یاد بگیر. یعنی هم که تو میگی یاد بگیر و حرف بزن، اول این جلسه هم علیرضا گفت من دوستای خوبی داشتم، من
من یه چیزی توی این بچه حوزه وجود داره، میگن این هم مباحثه منه، یعنی اینو من خیلی از فرهنگشون دوستم. بعد بندگان خدا من روز زمینم میشینم، من روز زمین نشستم برام خیلی سخته. بعد هم مباحثم اومد، با هم مباحثم برم مباحثه کنم. این به نظرم یه چیز مهمیه که اگر میای تو علم باید دوستای خوب، رفیقای پایه داشته باشید که راجبه اینا حرف بزنید. که به نظر من و اینم من بگم، حالا هم مباحثه مهمه، ولی این که شما اصلا میدونی من فکر این که میگم باز دوباره سعی کنید کودک باشید، بچه باشید، چون بچه چیزیه که میخواد و داره در لحظه زندگی میکنه. کسی که کار علمی میکنه با علم و زندگی کنه از نظر من. و حالا این یعنی چه؟ یعنی این که چون که شما گفتین که حالا بگو که روز کاری شما چه جوری شروع میشه. روز کاری من هیچ وقت شروع نمیشه، هیچ وقت هم تموم نمیشه. من وقتی که مثلا الان گیر کردم توی یه دونه لاگرانژی، مثلا ناهارم دارم بهش فکر میکنم، تو حمومم دارم بهش فکر میکنم، گلاب روتون جای دیگه هم فکر میکنم، دم خوابم بهش فکر میکنم. ببین یعنی این که من میخوام بگم که واقعا میخوام رو این تاکید کنم، خیلی مهمه که شما وقتی که دارید یه کاری انجام میدید و به خصوص این کار حل مسئله است. من نمیتونم بفهمم که یه کسی میگه من کار علمی میکنم، خب 8 شب شد من در آفیس رو قفل کنم دیگه، هر چی که فکره. من فکر نمیکنم این مغز کسی که داره کار علمی میکنه اینطوری کار بکنه، چون بارها شده من 2 شب یهو گفتم بذار برم این واژه‌رم مثلا توی آرکایو سرچ بکنم ببینم مثلا روی این چه کارایی شده، شاید حل مسئله توی این باشه. واسه همین من اولین قدم دلم میخواست اینو به همه بگم، سعی کنید بچه باشید اگه من کار علمی میکنید. دومین سوالی که از من شده اینه که چه چیزایی مهمه. به نظر من برای کسی که میخواد کار نظری بکنه خیلی خیلی مهمه که رو 2 پله شما باید قدم بردارید. من خودم از سنتی اصفهان میام، بذار رک بگم، تمام تمرکز روی ریاضیات بسیار خوبه برای اینکه شما بتونید بعداً از ریاضیات عجیب و غریب و گنده نترسید. بسیار بده به خاطر اینکه شما میتونید هر حسی که نسبت به این فرمول دارید از دست بدید. یعنی باز دوباره به عقیده من کسی که کار نظری میکنه هم باید تو ریاضیات خیلی قوی کار بکنه، همین که باید پشت فرموله ببینه که خب چه خبره و این پشتش رو فهمیدن رک بخوام بگم اتفاقاً درس اخلاقی ما از زندگی اینشتین هم همینه، خصوصا شخص بزرگوار، چون از اینشتین خیلی آدم حسابی تر توی ریاضی بوده و اینشتین اینجور بوده که خب به من یاد بدید تو چی بلدی. بعد یه دفعه این میگه خب حالا من بهتون میگم این لاگرانجیه که داره کار میکنه، در صورت که هیلبرت به اون عظمتش بود، خود مثلا مینکوفسکی بود. این خیلی چیز مهمیه راجع به فیزیک چی باید فدای چی بشه، به نظرم نکته مهمیه. یعنی که به عقیده من، و اینم بگم یه چیزی بگم، اینم باز تجربه شخصیه و من با خیلی ها حرف زدم، اینی که بتونید به پشت این فرمولا حس داشته باشید، این تلاشی به قدمت یک بمبره، هیچ وقت تموم نمیشه و شما هر روز میدان جدید میفهمید، شما هر روز تابع موجه بیشتر میفهمید، شما هر روز قراره انتگرال مسیر رو یه چیز جدید توش بفهمید. این تلاشی به قدمت یک عمره. اینی که مثلا وقتی با استادای خیلی کارکشته حرف میزنی میبینی که قبل کلاس میشنن دوباره میخونن، واقعا هر بار باهاشون حرف میزنی خودشون میگن که هر بار داره یه عمیق و عمیق و عمیق تر میشه. یعنی اینکه من فکر میکنم که اگه که بخوام مثلا صحبت بکنم، شاید من همیشه این تشبیه رو میکنم، میگم فرض کن یه دریایی دارین که این دریای پله داره میره هی پایین. کسی که داره فیزیک میخونه کلش درسته که همیشه بالای این میمونه، ولی هر بار داره رو این پله قدم برمیداره میره پایین و داره اون عمق رو میبینه. و درسته که شما همیشه چون اون بالا رو دیدید، اون بیگ پیکچر رو دارید، اون تصویر کلی رو دارید و میدونی میخوای به چی برسی، ولی اون عمق همیشه و همیشه قابل دستکاری کردنه. و اتفاقا تو فیزیک نظری اینطوریه، شما هیچ وقت نمیای روی یه کارو دستکاری کنی. این لاگرانژی که مینویسی شما دقیقاً داری به عمق کار میزنی و این خیلی خیلی مهمه که اینم توجه داشته باشید که فهمیدن اون پس زمینه این فرمولا تلاشی به قدمت یه عمره. ولی به نظر من اگه کسی میخواد فیزیک نظری بخونه، من به بچهای فیزیک پیشنهاد میکنم عمیقاً درسای دوره لیسانسشون روی ریاضی فیزیک خیلی تمرکز داشته باشن و خیلی تمرین بکنن. به نظر من بعد از اون فیزیک نیوتونی رو خیلی خیلی خوب بفهمن. چرا؟ به خاطر اینکه اینطوری بگم، دیکشنری که شما بعدن استفاده میکنی تقریبا همش از فیزیک نیوتونی میاد.
تمام نظریه میدان و غیره و غیره نوشتن لاگرانژیه که شما اینو تو فیزیک نیوتونی یاد بگیرید. پس مکانیک تحلیلیتون رو در قدم اول خیلی خوب یاد بگیرید، الکترو رو خوب یاد بگیرید، کوانتوم رو خوب یاد بگیرید و اگر که تصمیم گرفتید فیزیک نظریه به عنوان یک کاری برای یک عمر انتخاب بکنید، توصیه آخر من اعتقادم اینه تمام فیزیک نظریه میدانه و نظریه میدان تمام فیزیک نظریه. برای همین سعی بکنید نظریه میدان رو عمیقا یاد بگیرید، یعنی چیزی که ما توی درس های نسبیت عام هم میخونیم وقتی که همه چیز خونده میشه فصل آخر همه کتاب های فیزیک نسبیت عام اینه، نگاه فیلد تئوری به نسبیت عام، یا مثلا اون تایتلی که کرول استفاده میکنه اینه که نسبیت عام به عنوان یه نظریه میدان. پس سعی کنید نظریه میدان رو خوب بفهمید و اگر که میخواین فیزیک نظریه رو ادامه بدید این میشه سنگ بنای زندگیتون، یعنی اسکین باید کتاب مقدستون بشه. این حالا باز دوباره یه توصیه از نظر من یه چیز بگم، ممکنه تو جمع کسی باشن که دانشجوی لیسانس فیزیک باشن، این کلمه یه سری کلمه از توی فیزیک اون اول خیلی مثلا خاص آدم دوست داره بفهمه، مثلا کوانتوم یعنی چی، بعد مثلا معادله موج یعنی چی، تابع موج یعنی چی، بعد مثلا این که میگن انرژی گسسته، بعد اینو یاد میگیرید فکر کنید خیلی چیزا رو بلدین، یه دفعه پیدا میشه میدان. من خیلی ناچیز اذیت کننده، من کسایی که لیسانس فیزیک تا الکترومغناطیس خوندن، ببینید نظریه میدان کلاسیک همون چیزی که ما بهش میگیم الکترومغناطیس، یه موقع فکر نکنید خیلی چیز عجیب و غریبیه، همون الکترومغناطیس به نظر من بهتون یه ایده ای میده از مفهوم میدان. میدان یعنی یک کمیتی که بنابر مکان و زمان مقدار میگیره. این یه تعریف خیلی ساده دم دستیه برای اینکه حس بدی پیدا نکنید که این میدان چیز عجیبیه. یه نکته دیگه من بگم راجع به فیزیک نظری و یاد گرفتن، یه اپورتونیتی وجود داره، اینکه چون الان تقریبا تمام مراکز فیزیک نظری خوب درساشون خیلی آنلاین هست، یعنی ICTP که نزدیک فرید و اینا بوده یک عالم درس مختلف داره، بعد مثلا از پریمیتر که یکی از جای خیلی خوبه توی کانادا یک عالم درس، از کورس‌های MIT و بقیه جا هست. برای همین اتفاقا دست بر قضا فیزیک نظری یاد گرفتن خیلی آسونه، حالا که شما توش میخواید پژوهش کنید اون یه بحث دیگه است، ولی مقدمش خیلی در دسترسه. و من همیشه توصیه می‌کنم که اون دوره تئوریتیکال مینیمم لنر ساسکایند رو ببینید، اونایی که میخوان فیزیک نظری، چون من همش رو دیدم و خیلی خوشحالم، این هیجان انگیز ترین زندگی من اونجا باشه. اما یه چیزی هم من میخوام بهش بگم، به نظرم خیلی حرف مهمیه، من خواستم اینجور با فریدا شروع کنم که حالا سالار که ایرانه و همه بدبختی های ایران رو صبح تا شب داره حس میکنه، بالاخره سالار حقوقی نمیگیره و اگرم حقوقی بهش بده دانشگاه بهشتی، به نظرم از این مرتبه است که میتونه ماهی مثلا یه بار باشه یه پیتزا بخوره و مثلا با دوستاش بره بیرون اگه بدن، ولی بعدن هم پس میگیرن ازم. آره بعد مثلا هی هم دنباله بهونه یعنی اینا. ولی بریم سر ازر مادیات قضیه. فردا ببین شما اپلای کردی رفتی ایتالیا، بعد اونجا بالاخره حقوق گرفتی به عنوان دانش دکترا و بعد الان کسی هست که داری پست داک میخونی، یعنی هنوزم دنبال شغلی و احتمال زیاد بعد از یه مدتی. راجع به این حرف بزن که چقدر این مسئله سخته که شغل پیدا کردن تو دانشگاه، شهر عوض کردن، دانشگاه عوض کردن، و اینکه آیا واقعا اگر فیزیکو دوست نداشته باشیم پولش اونقدری هست که به خاطر پولش بمونیم و این کار رو انجام بدیم یا نه؟ آره تازه یعنی به نظر من این بحث رو با سالار شروع می‌کردی، چون دیگه اصلا اصل مطلب در واقع اونجا نشسته. سالار یه بخش زیادی از غم‌هاشو همیشه قول میده زیر فرش. همین از اون زیبایی ها میگه. یعنی آره اون موقعی که مثلا مینشست فوش میداد به آموزش بهشتی که آقا این اومدن ما رو فلان کردن، ما رو بیسار کردن، اینا رو نمیگه. بعد ما فکر کنیم که سالار هر روز خیلی بهش خوش میگذره. ولی خب حالا بالاخره مسیر، یعنی برنامه ما هم توی تمام مدتیم بوده که 3 نفر مهمون دعوت میکنیم، همیشه تلاشمونه که یه نفر حتما از ایران باشه، همیشه تلاشمونه یه نفر از بین دخترامون باشه، چون تجربه های دخترا و پسرا توی علم متفاوته. حالا توی ایران نظر باز اوضاع تقریبا بهتره، چون من کم شنیدم از دخترای ایران بگن که خواهی بری فیزیک بخونی، فیزیک به دختر چه، مثلا فیزیک کار پسرونه است.
یعنی فرهنگ ما توی دانشگاه رفتن یه ذره بهتر شده. حالا تو راجع به اینا حرف بزن، راجع به مادیات قضیه ای که چقدر کارت دردآوره، آیا هر روز اینقدر مثلا ترگل ورگل و خوشحالی، یا اینکه یه روزایی هست که اصلا حوصله نداری، چه جوری میگذره؟ واقعیتش اینه که دقیقا همینم خواستم بگم که از نظر مادیات، یعنی اگه بخوای مقایسه کنی با کسی که ایرانه، وضعیت ما بهتره، چون به هر حال یه حقوقی داریم که حقوقا رو معمولا یه جوری میدن که زندگی میتونی بکنی. ولی خب اگه این مقایسه رو بخوای با کسی بکنی که همینجا مثلا مهندسی خونده و رفته سر کار، خب واقعا حقوق افراد ساینس خارج از کشور هم کمه کلن، حتی تا اینکه مرحله استادی برسی حقوقش کم. ولی موضوع اینه که آدم وقتی که تو ایرانه یه سری خوبیای دیگه ای داره که وقتی آدم میاد در واقع مهاجرت میکنه، مهاجرت تحصیلی میکنه، اونا رو از دست میده. مثلا به نظر من، حداقل برای من، این شغل علارغم اینکه من خیلی دوستش دارم خیلی استرس زاست، یعنی مخصوصا بعد از مقطع دکترا اینجوریه که آدم باید پژوهشگر همین پست دکترا باشه تا اینکه بتونه یه پوزیشن دائم پیدا کنه، و برای ما که ایرانی هستیم اصلا کار ساده ای نیست. توی اروپا که وضعیت اینجوریه که معمولا نشنالیتی های خودشون اولویت دارن، بدون چیز میگم، بدون تعارف در واقع میگم. آمریکا که الان وضعیتش خیلی بد شده، مثلا خیلی کشورهای محدودی میمونن که تو بخوای پوزیشن دائم داشته باشی. در نتیجه انقدر رقابت شدید میشه که تو باید انقدر شبانه روز کار کنی که ممکنه که حتی اون لذت رو از دست بدی. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی باید به این فکر کنی که نمیتونی روی این تمرکز کنی که من فلان مسئله رو دوست دارم حل کنم. مجبور میشی روی این تمرکز کنی که من مقالم باید در آد آخر این ماه. یعنی به چیزای مسخره، این چیزایی که دستت نیست و هر چیزی دلت خواست کار کنی، اصلا دستت نیست، از مجبوری برای اینکه بخوای بمونی توی این سیستم جاهایی بری اپلای کنی که فان داشته باشن، ممکنه دقیقا اون دغدغه ذهنی تو نباشه، و تمام اینا اصلا ساده نیست، یعنی اصلا ساده نیست. و حداقل به نظر من سیستم آکادمیا با این وضعیتی که هست، علارغم همه این چیزای گوگلی که ما گفتیم الان، اصلا به نظر من به سمت خوبی نمیره، یعنی بیشتر به سمت دقیقا بیشتر بیزینسی شدن، مارکتینگی شدن میره، و قشنگ تو با ببینین تون چی نونه، مثلا قشنگ مثلا اینا که مثلا تو کار ساخت و سازن، مثلا با همون کلمات ساخت و ساز و با مثلا کلمات فیزیک جایگذاری میکنن، میگن نه الان مثلا این توی بورس مثلا این کارو بکن. در نتیجه به نظر من از سیستم باگیه در حال حاضر، و از نظر زندگی هم واقعا سخته، یعنی هم دوباره برمیگردی به همون نکته ای که اگه که واقعا عشقت نباشه دووم نمیاری، به خاطر اینکه همونطوری که تو حرفات اشاره کردی، یک مثلا یک بار در سال، حالا تو میگفتی دو سه بار در سال، برای من مثلا یک بار در سال خوشحال میشی واقعا، بقیهش همش با مشکلاته، این همش یک سره مثلا بیل دستت گرفتی قشنگ داری بیل میزنی، مثلا یه بار ممکنه به گنجی برسی، اکثر موارد به سنگ میرسی. در نتیجه واقعا نکته مهمیه، حداقل حالا بحثای مالیشو احتمالا یعنی میذارم اونا رو سوالا بگی، ولی بحث همین مهاجرت اینه که مثلا من الان اگه ایران بودم، مثلا من الان پست دکترام تموم شد، میگفتم اوکی بذار من میخوام 6 ماه فکر کنم روی مسئله، نمیخوام برم الان دوباره مثلا اپلای کنم. ولی چون من اگه که الان اینجا تموم شه اجازه اقامتم در واقع نمیدونم چی کار کنم دیگه، دارن چه هی همش باید توی این استرسه، همش توی این اپلایه، همش توی این از این بر به اون بر رفتنه،
که توی این کووید و من خودم این شغل جدیدم و اینجا شروع کردم با قرنطینه و اینا، با یعنی من واقعا دچار دپرشن شدم، دچار افسردگی شدم به خاطر اینکه شهر عوض میکنی، دوست یعنی نمیتونی ارتباطاتت رو نگه داری، دوستاتو یه چمدون ما بگیر دستت، همه یه تعلقاتت رو بذاری و هی جالس کنید. آره، این بعضی ها خصوصا ماها که توی ایران بزرگ شدیم، ما هیچ شباهتی با کسی که توی اروپا بزرگ شده نداریم از لحاظ فرهنگ جا به جایی. یعنی اروپایی خیلی راحت میاد، ما در آمستردام هم از آمستردام میرم مثلا لیون، از لیون میام مثلا میرم استوکول. واسه خودمون هم تفاوت هست، ولی واسه ما هر بار که جا عوض میکنیم قشنگ صفر میشه به خاطر هزار تا چیز، و دخترها یه جور مشکلات دارن، پسرها یه جور، و مسئله سن و سال هم هست. یعنی ما حتی تو همین سن و سال شما نمیتونید حتی تو ایران هم به راحتی دیگه دوست پیدا کنید، و زندگی اجتماعی از یه سنی به بعد تقلیل پیدا میکنه به چیزهای خیلی محدود، در صورتی که فشارها به شدت زیادن. فشار خود علم سخته، این یه فشار داره، بعد فشار کار میاد، یعنی اینکه بروکراسی داری، این ور و برو قرارداد و این مقاله حتما تا فلان تاریخ برسه. این سال 2020 که تموم شد، الان 2021 دیگه، دانشکده ما رسما یه دونه روانشناس استخدام کرد فقط واسه دانش دکتراش. یعنی اینقدر آمار افسردگی توی دانشجوهای دکترا و خصوصا کسایی که کار تک میکنن زیاد داره میشه و مردم اینو هول میدن زیر فرش که خوب آدم ها به این چیز رو فکر کنن. و اینکه لطفاً کسی خودش رو هی با اینشتین هم مقایسه نکنه. یه طیفی ما داریم از کیهان شناسا که اینشتین یه دونه مثال خاصشه، و همونطور که خود خوبی هاکینگ بود که مردم زیاد خودشون رو دوست نداشتن باش مقایسه کنن، چون همشه این بود که دوست داری هاکینگ باشی بعد مثلا اینجوری باشی، بعد عموماً مردم میگفتن نه 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 نه، ولی اینشتین رو زمین تصویر گمراه کننده میده. نمیدونم علی رضا سوئیس زندگی میکنه، اینترنتش از بین رفته، بر نمیگرده بیاد، ولی راجبه یه چیزی هم خوبه حرف بزنید. فریدا، من نمیدونم تو حالا چی شده که رفتی سمت دیتا، ولی حتی وقتی داریم الان یکی از دلایلی که اینقدر توی همه چیز دیتا وارد شده بخاطر اینکه اولا نیازه، دوم که لوپ فیدبکی هم هست که یه جایی واقعا مود شده و بورس شده، هی آدم ها میخوان هی برن این قیم و ماستار یکی کنن، هی آدم ها زور میزنن برن یه چیزی رو ماشین لرنینگ کنن فلان کنن اینا. چقدر تو کار کیهان شناسی این اومده؟ یعنی چقدر پروژه میبینید که چرت و پرته، فقط طرف یه پولی هم خوب، پول خوبی هم اتفاقا گرفته برای اینکه یه کار دیتایی کنه؟ متاسفانه خیلی، یعنی فقط هم که کیهان‌شناسی نیست، ما مثلا چون خب ما کارمونه که باید نگاه کنیم فیلدهای مختلف و چون متد رو باید به عنوان ابزار رو نگاه کنیم، قشنگ تو میبینی که فقط این کیورد ماشین لرنینگ، آرتیفیشال اینتلیجنس، نمیدونم اینجور چیز، نورال نتورک، اگه که همینو اینا باشن خیلی خوب، خیلی خوب ترند، آره خیلی خوب ترند میشه کار. در نتیجه هر جوری هست مثلا میخوایم به زور بچپونن توی سیستم، و واقعیتش اینه که الان من خودم کارم اینه، خب ولی یعنی صادقانه دارم میگم که یه کار گیم چنجینگ، یعنی کاری که واقعا تاثیر اساسی داشته باشه توی کیهان شناسی، هنوز توی حوزه نشده. ما هنوز با اون یعنی من اتفاقا خیلی طرفدارشم و میگم که تحقیق در این باره خیلی میتونه در آینده مفید باشه، ولی موضوع اینه که ما هنوز استاتیستیک بیژیانمون هنوز این تا چیز توش داریم که بخوام حساب کنیم. یعنی هنوز میخوام بگم که اینطور نیست که اشباه نشده اون سیستم که بخوام بگیم که بیایم از این آمار جدید استفاده کنیم، و مشکل اینه که ما خیلی چیزا رو توی ماشین لرنینگ نمیفهمیم هنوز. یعنی مثلا ارور، یعنی چیز خطا، یه چیز بیسیک توی فیزیک، یعنی یه چیزی که تو برات هر مدلی که تو به من بدی، من میگم خب خطاش چیه؟ یعنی اصلا تو من نمودار بدون ارور بار نشون بدی، میگم شما برو کشفاتو بساز. ولی مثلا مفهوم ارور توی ماشین لرنینگ اصلا، یعنی مثلا بهت بگم یه ساله شاید با همین مثلا بیژن نورال نتورک ها
داره روش کار میشه. یعنی اصلا یه چیزیه که و بعد مردم بیا مثلا اصلا چیزای تخیلی مثلا میبینی که عکس مثلا چیزای عکس همین ساختارهای بزرگ کیهانو میده به ماشین، مثل عکسی که مثلا توی فیسبوک عکس آدم ها رو سعی میکنن جنریت کنن، آره با همونا مثلا کار میکنن. بعد میگه مثلا داداش این شما این عکس ها رو که دادی اینا داده فیزیکی داره توش، یعنی استاتیستیک داره تابع پاور مثلا بهش فیت میشه. نه نه اینا رو ما الان به عنوان کار جدیدی که بخوام بعدن ازش برداشت کنیم داریم. دست در نکنه خیلی من. بعد دقیقا همین که تو میگی موضوع اینه که آدم هم نمیان بگن که خب بابا این چه کاری، اصلا خجالت نمیکشی مثلا اینا حتی آرکایو هم میذاری. یعنی میخوام بگم که آدم ها حتی پرستیج، همون داستانه قبلی که میگفتم مارکتینگ و اینا براشون مهم شده، مثلا ظاهر قضیه خوشگل باشه پرستیج براشون مهم شده که حتی مثلا ممکنه داوره هم رد نکنه چون از این روش روش استفاده شده. یعنی یه چیز نمیدونم، به نظر من یه ذره قاطی کردیم تو علمم داستانای خوشگل بودن و به روز بودن و پول. آخر موضوع اینه که میخوام پول بگیریم دیگه، فاند بگیریم، اینا رو یه ذره قاطی کردیم دیگه. آره طبیعیه دیگه، بالاخره علمم یک سیستم اجتماعی و توسط آدم ها انجام میشه، برای همین زیاد چیزی نمیشه. سالا من تو رو میشناسم و منم آدمی نیستم، نه با کسی تعارف دارم نه به کسی باج میدم، جفتمونم از یه خطه ای از ایرانی هم که خیلی بی ملاحظه ای. من میدونم که تو اگر شرایط روزگار اینقدر ناعادلانه نبود و این چرخ گردون اینقدر بد نمیچرخی، تو هم احتمال زیاد الان یه جای خیلی خوب توی اروپا یا آمریکا بودی و داشتی دکترا میخوندی و من کاملا میفهممت و از مشکلاتت آگاهم و توف تو این دنیایی که شما رو الان اینجوری کرده و این حرفا، ولی من اینو میفهمم که شما داری توی ایران کار میکنی و کاری که میکنی و دوست داری، همیشه وقت راجع به دکتر ریاضی استاد رحمان طرف میزنی، با هم احترام حرف میزنی هم شوق. هم چقدر دکترا خوندن توی ایران سخته و چقدر شدنیه؟ کسی که میخواد کار فیزیک نظری خوب کنه آیا واقعا توی ایران میشه یا چه جوریه؟ بگو اینو، تو صریح بگو. حتی تو هنوز ازدواج نکردی، اینم نکته مهمیه، اگه مثلا ازدواجم کرده بودی جالب میشه. ای خدایا این علیرضا از سوئیس اینترنتش قطعه، هی میگن سوئیس فلانه بیساره، بابا یه اینترنت نداره. سالار بگو چه جوریه زندگی دانش دکترا تو ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ارتفاعات تو چا؟ من حالا اتفاقا کاری به شهید بهشتیش نداره، ولی داشتیم بحث میکردیم یاد این بیت فریدون مشیری افتادم که میگفت بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست، عشق کدام است، غم کجاست. والا اینو من کلا بگم که توی ایران من اگه بخوام یه تصویری بدم به هر کسی که میخواد وارد این مسیر دکترا، مسیر کار علمی در واقع و حالا بعدن دکترا خوندن بشه، اینو بگم که در مرحله اول حقوقی وجود نداره. یه کمک هزینه‌ای به شما میدن که بعد از اینکه که از شما تعهد میگیرن که بعد از اینکه شما فارغ التحصیل بشی ملزم هستید اینو برگرد. با توجه به شرایطی که اخیراً اتفاق افتاده و افت شدید پول ما، دولت هیچ حمایتی برای فرصت مطالعاتی و ویزیتایی که باید توی سال برید و این حرفا نمی کنه. در نتیجه بعد همه این چیزها رو اگر میخواین هزینه بکنین عجیب خودتون هزینه. مسئله یه خریده، ببینید حتی برای منی که فیزیک نظری میخونم، شما دو تا راه دارید، خیلی هم ساده است، دو تا چهار تا، یا همینطور پیپر که میخواین بخونید میرید پرینت میگیرید و پول پرینت گزاف میدید، یا باید یه لپتاپ یا یه تبلت خیلی 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 ساده داشته باشید و الان خریدن این خودش توی ایران واقعا مصیبت. برای دیدن اون کورسایی که عباس میگه برید نگاه بکنید، خب یه چیزی بالاخره میخواین که توش اون کورسا نگاه بکنید. من الان میبینم ما دوستایی داریم که همه این کارا رو با یه دونه گوشی موبایل میکنن و اینا مثلا من دیدم توی یک سالی که من مثلا الان با اینا دوستم، طرف نمره چشش فقط 3 تا رفته بود. پس اینا رو بدونید که اینا وجود دارن. سلام، من یه چیزی بگم الان تو هیدری، من یه چیزی بگم به عنوان فان. من موقعی که اومده بودم دانشگاه یه گوشی HTC Desire V داشتم
که اینقدر بود. بعد اونم سالار هستی صدای منو میشنوی؟ بکنم استاپ شد سالار جانم من اومدم بعد. من یه گوشی هستی سیدی زایره ویتاز خریده بودم، آدم دانشه خیلی هم خوشحالم که یه گوشی خیلی خفه هم مثلا دارم. کل کورس های والتر لوین و اون MIT از فیزیک پایه کلش رو تو راه آره. از دانشگاه بهشتی تا خیابون متحرک خوابگاه لعنتیمون اونجا بود، کل این کورس ها رو من توی اون میدیدم. خب بعد با امکانات مزخرف با مثلا تازه اینا رو چجوری میگرفتیم؟ مثلا سجاد آقاپور موقع بهشتی بود گرفته بود، ما از اون میگرفتیم دست به دست. بعد مثلا الان من اینجا امکاناتی که هست رو میبینم و یاد اون دوران میافتم. این خیلی مهمه، این امکانات چیزایی که هر روز صبح به صبح که میاد در اتاق باز کنی میره رو مخه. دقیقا ببین، یعنی این که من همیشه میگم شما خیلی مهمه که میخواین کار علمی بکنید. خب و ببین خیلی روک میگم، دانشجو دکترایی که پول تو جیبش نیست، خب آخر هفته 10 دقیقه نهار داره، این خیلی بده. یعنی شما صبح که میای میخوای بشینی سر کار، هی بعد این اسنپ فودو باز کنی کدوم رستوران حالا تخفیف گذاشته کدوم کد تخفیف. ببین این چالش ها به هر حال میخوام بگم توی ایران هست. جایگاه اجتماعی که فکر میکنید که قراره که جامعه به شما بده، شما روزی که پا در مسیر فرهنگ بذارید، حالا من علم و هنر رو با هم دیگه میگم، روزی که پا در این مسیر بذارید جامعه ایران به شما پشت میکنه. من این خیلی رو جامعه ایران به شما پشت میکنه و شما نخواهد پذیرفت به عنوان بخشی از جامعه. خب این در طول تاریخمون بوده، من میتونم صدها و ده ها مثال ازش بگم. پس اینم در نظر داشته باشید. نکته خیلی خیلی دردناکی که به نظر من وجود داره اینه که شما ازتون حمایت نمیشه، بهتون انتقاد میشه، بهتون حمله میشه. اما قسمت دردناکش اینه اونجایی که لازمه با شما پوز داده میشه، این خیلی بده، این از همش بدتر. یعنی شما با عنوان یه پژوهشگر فیزیک فان نداری، هی تو سری میخوری، تازه اوش کول رفتی فیزیک نظری خوندی، مثلا این چی بود رفتی خوندی نمیدونم فلان اینا اسنپ کار میکردی الان مثلا وضعیت نبود اینا، ولی اونجایی که قراره که مثلا سلام علی بزن فاینالی سلام، ولی اونجایی که قراره که مثلا شما برید نمیدونم توی تلویزیون بسینید و فلان بخوان با شما پوز بدن، صاف میان سر دانشگاه فیزیک صاف میان قسمت مثلا شما. در نتیجه به نظر من همه این چالش ها هست، اینی که فکر بکنید بعدش حتما میتونید توی ایران باهاش پول در بیارید یه چیزیه، مثل این که مثلا من به شما بگم یه دوی ماراتونیه، بعد مثلا پولش هم بگم این که اندازه یه ماراتون باشه به برابر ماراتون باید بدوی، تیرم میزنن. بعد شما فقط اگه نفر اول بشی من به کار مارم، حالا اگه که واقعا اینقدر دفتر جان و دلش چسته باشی مثل مثلا ما که همچین کاری بکنی و اون عشق به علم وجود داشته باشه و علم و برای خود علم بخوای، بله میتونی به نظر من پا تو این مسیر بزنیم. ولی با این تصورات که من میرم دکتر میشم پول در میرم، من میرم نمیدونم فلان کنم پول در میرم، نمیدونم مگه دانش دکتر شدم گل بول گله، نه نیست. خیلی چالش داره، خیلی بیش از حد ایرانی کار رو کردن چالش داره. فریدا در مورد چالش های شغلی و غیر صحبت کرد، دقیقا همه حرفا درست، منتها شما توی ایران با یه چالش فرهنگی هم باید سر کلایید. یعنی این خیلی خیلی به نظر من قسمت دردناک کاره، چیزی که من خودم خیلی زیاد تجربه کردم. ولی این بخشاش هست، ولی اینو واقعا میگم خوندن پی‌اچ‌دی برای کسی که به علم علاقه داره خیلی شیرین میتونه باشه. یعنی اگر که شما میخواییم بخونیم، معنیمه که خواهد داری از خود عباس برای تو بگم، من دوره کارشناسی ارشدم آبا نداشتم بسیمه دارم، بعد دوره دکترات یکی رو یک خونه حالی سر به فلک کشیده بود و اینها رفتم خوابگاه شهید بهشتی و من به عباس گفتم که آره من دارم میرم خوابگاه اینا. خب سالا روز اولی که میری اونجا قراره اصلا یه چیزایی رو که تو زندگیت ندیدی، هرت نخور، اذیت نشو، روز اول دانشگاه تو خراب نکن، خوبه اینا. ببین من رفتم دم در خواب رو یه جماعتی دیدم مثلا چمدون رو تو نمیدونم توشک و بالش زمین
بعد منم خب چه بابامو برده بودم و اجازه بابامو برده بودم که کمکم کنه. بعد اونجا رستم به دربون خواست و گفتم که میشه با این وانت بیاین کمک کنیم ما چیزامون رو بار بزنیم بردن شهید شهریاری. نه اینجا کسی به کسی کمک نمی کنه. گفتم آقا مسافت 2 کیلومتره، خب من چجوری یه کارتون موزی مثلا کتابو ببرم تا اونجا ببرم؟ بعد گفته که ببر دیگه آروم آروم ببر، حالا طوری هم دیگه وقت نشد بزار وسط را برو کلاستو برو کسی دست نمیداره، بعد بیا بردار ببر. بعد خوش شما دارید با این چیزا مواجه میشید، خب یعنی این که قراره که ارزشی نداشته باشه کارتون ما، ولی به هر حال بهتون میگم دیگه اگر که خودتون از کاری که میکنید لذت میبرید این کارو بکنید، اگر که این کارو دارید میکنید به امید یه سری چیزایی اون امید واهیه، ولی اگه اون امید برای شما لذت بردن از علم یاد گرفتن تحقیق کردن رفتن بین آدمایی که زبان شما رو میفهمن هر حال و لذت بردن از خود مطالعه و نفس کار علمی کردن، من از دکترام از این منظر بسیار بسیار راضی. آره من یکی از چیزایی که من چون ماجرای پذیرش نگرفتن سالا رو یعنی گرفتم و نتونستم برنشو میدونم، خب چون خیلی سالا رو دوست دارم خیلی از همه دل، همیشه خوشحالم که فقط سالار ته دلش یه چراغ روشن و اگر واقعا تو ایران کار کردن مرد کهن میخواهد و اون چیزی که خیلی سخته. علی رضا ما داشتیم راجع به حرف می‌زدیم که خب حالا آقا کیهان اصلا خیلی خوب و خفن و ما اومدیم ثم مازا بعد چی میشه واتس نیکست؟ شما الان چند تا پست داک رفتی و یکی خب خیلی ممنون سپاسگزاریم از علی رضا یکی هم راجع به پست داک رفتن رو طرف بزن، بگو چند تا پست داک رفتی. این سوال خیلی سوال چیزیه، سوال یعنی ویوهای مختلف داره و منم چون نشنیدم ویوهایی که گفت داشتید میگفتین و از یه ویوی شروع میکنم رفتم تصدیح هم کنید اگر اون ویوها خیلی چیز نیست و تکراریه شد. در ادامه همون جایی که من قطع شدم، من به خاطر اینکه احساس میکنم که اولا که ما یه عالم فیزیک خان و شاید مثلا فیزیکدان داریم تربیت میکنیم در سراسر دنیا و قطع شد دوباره وطنم ای شکوه پا بر جا. بابا تو وطنش هم تنیس که این اینترنت خارجی داره، همینو میگم دیگه الان سال داره اینجا سورو مورو گنده داره میاد میره از هایی میگن خارج اله بله بله خره خارج هم ببینید مشکل ها اینقدر من الان بعد از برد پر گوهر گفتم الان بلا فاصله حرفای من رد شد. حالا اینا چیزایی که مشکلات تمپروری پیش میاد احتمالا و علی رضا احتمال زیاد امکانه که خوبی میتونسته داشته باشه، ولی خب سر همین تازه بودن و کرونا ایناش. حالا ما سعی میکنیم دوباره علی رضا رو برگردونیم به مسیر تا راجع به این حرف بزنه. من یه سوالی هم میخوام راجع بهش یه کمی حرف بزنید، چقدر ته کار راضی هستین و اگر برگردید به این مسیر دوباره همین رو میرید؟ من این سوال رو بذارید اینجور راجع به خودم بگم، یکی به من بگه این مسیر رو میری میگم آره این احتمال جزو مسیرهایی که خیلی دوست داشتم، ولی واقعا شاید هم برم زیست شناسی بخونم و زیست شناس بشم، چون کم کم تجربه هم مثلا من به خاطر این شانسی که داشتم و بین رشته کار کردم یه سری توهمات به آدم فکر کنم فقط فیزیک اینجوریه که خیلی خوشگله رو ازم گذشته دیگه. من الان میدونم که دنیای زیست شناسی چقدر هیجان داره یا دنیای کامپیوتر ساینس چقدر فوق العاده است. شما چه جوری به این مسئله فکر کردی؟ بذاریم اول سال یعنی سال رو جان شما اول جواب بده لطفا. چرا؟ خاطر اینکه من الان در یک پوزیشن خیلی استیبل نیستم. علی رضا برگشت علی رضا بدم من افتضاح نتم به هر قطع میکنم شاید با من داشتم میگفتم که شما
چیزی که یاد میگیرید یعنی تعداد کسایی که فیزیک میخونن خیلی بیشتر از اون میزانیه که فیزیک نیاز داره، واسه اینکه یعنی مسئله زیاد داره، ولی اصلا انقدر شما آدم فیزیکی احتیاج نداری، به خاطر اینکه شغلای پرمننتی که یه فیزیکی میتونه به خاطر فقط فیزیک بگیره چیه؟ یکی تدریس فیزیک تو آکادمیاه، یکی هم محقق مثلا توی پروژه مثلا نمیدونم پلانک مثلا یا مثلا توی SKA مثلا یه جایی به عنوان محقق و مثلا کسی که اونجای حالا کار علمی انجام بده. بجز این دوتا و این دوتا اصلا از الان معلومه میزان فلوی آدم‌هایی که دارن وارد فیزیک میشن اونجا اصلا انقدر جا وجود نداره براشون، به خاطر همین طبیعتا یه عده‌ای باید از فیزیک برن بیرون. حالا پس ما بیایم اصلا سرشو تنگ کنیم که آدما نیان، نه به نظر من این کار درستی نیست، به خاطر اینکه فیزیک خوندن که فقط فیزیک خوندن نیست. شما شاید ندونید که خیلی از آدم‌های موفق دنیا فیزیکی هن. یعنی من الان شاید اسم کنم مثلا ولفرام که ولفرام ماتماتیکا رو نوشته و یکی از کسایی که زبان برنامه‌نویسی سیمبلیک رو خیلی جلو برده و اصلا یک فرهنگ جدید برنامه‌نویسی خلق کرده، طرف فیزیکی بوده، ذرات بنیادی خونده اتفاقا. دیگه یه سری از سیاستمدارایی که ما میشناسیم فیزیکی هن. من الان اسم دارم اگه میدونستم یه دقیقاً آره صد از نام آلمان فیزیک خونده. خیلی از آدم ها از فیزیک شروع کردن و نکته اینجاست که هیچ دلیلی وجود نداره. یعنی به نظرم این خیانته که اتفاقاً هر کس تو فیزیک باقی میمونه بخواد که فقط به فیزیک سرویس بده. نه، شما فیزیکی ها اون بیرون بهتون احتیاج دارن به خاطر اینکه خودشون نمیتونن مسئله هاشون رو حل کنن. و نکته ای که وجود داره اینه که شما باید برید و اونجا خیلی کارا میتونید انجام بدید. برای همین من همیشه میگم که ایلان ماسک مثلا داره، به خاطر همین این شکلی نگاه نکنید. بازار کار فیزیک خیلی بزرگتر از فقط خود فیزیکه. و همین الان دیگه سوال چیه؟ سوال اینه که شما یه تعداد چند تا پستاک رفتی؟ یکم راجع به مادیات حرف بزن، خصوصا که شما ازدواج هم کردی، تازگی هم دیگه با خانومت داری خارج زندگی میکنی و از قدش و از راه آکادمی داری هنوز کسب درآمد میکنی. چقدر زندگیت راحته؟ چقدر خوبه؟ چقدر سختیات چیه؟ آها ببین، یه ذره اگه بخوام مادی تر بگم، تفاوت کسی که فیزیک میخونه، یعنی شما دو تا راه داری دیگه. من دو تا جای اکستریم رو مثال میزنم. یکی اینکه شما میگی نه من میخوام برم درسمو ادامه بدم، برم دکترا بخونم، اونم تو چی؟ یک چیزی که مثلا علوم تئوریتیکال مثلا ساینس مثل فیزیک. یه راه دیگه اینه که میگی نه آقا من از 18 سالگی میخوام ول کنم برم بازار کار کنم. و من اینو همیشه به بچه‌ها میگفتم، این چیزی که میگم لیترالیه، یعنی این چیزی که میگم اصلا تقریبی توش نیست، اغراقی توش نیست. من تا آخر دوره دکترای خودم 12 سال درس خوندم، بذار 5 سال و 2 سال و نزدیک 5 سال، آره 12 سال درس خوندم. من اگر تو اون 12 سال شاگرد مکانیکی بودم، شاید مثلا 500 برابر اون 12 سالی که صرف کردم برای دکترای خودم، شاید بیشتر از 500، به خاطر اینکه صفر رو ضرب در هر عددی بکنی بازم صفره. موضوع اینه که درآمد نداره دانشگاه واسه شما که. و یه اتفاق این وسط میفته، شما اگر میخوای بری توی بازار کار و اگر نیاز داری که از همون اول پول داری، خب برو پول داره. ولی فیزیک مثل دو نفر آدم میمونه، یه کسی که میره شروع میکنه که میخواد خرید و فروش کنه یه چیزی رو، و یه نفری که میره علم خرید و فروش کردن رو میخونه چند سال و بعد میاد که تازه خرید و فروش کنه. فیزیک به شما این قابلیت رو میده، ولی یه دوره‌ای نیاز داره. و یه چیزی رو حتما باید حواست باشه، اینکه همیشه بدونی آخر تونل قراره از فیزیک پرت چی بیرون. به خاطر همین باید خودتو واسه یه چیزی آماده کنی، یعنی اینجوری هم نباشه که وقتی پرت شدی بیرون بگی من فقط فیزیک بلدم، تازه اونم نصف نیمه. واسه همین سعی کنی یه مهارتی رو یاد بگیری که بعدش با فیزیک بتونی به کمک اون مهارت به اون آدما یه کمکی بدی. واسه همین این پس یه نکته خیلی مهم. نکته مهم بعدی اینه که باید تلاش کنی، یعنی باید بخوای که خارج از فیزیک جایی واسه خودت تعریف کنی. زحمت منظورم اینه که بخوای دیگه، منظورم حالا حتما این نیست که شبانه روز زحمت بکشی، منظورم از اون عرق جبین و اینا نیست، منظورم اینه که بخوای اصلا، یعنی دنبال اون فرصته باشی. ولی خوبی تحصیلات تکمیلی اینه که یک زمان گذار به شما میده، اصلا این تدوین شده برای همین. یعنی شما وقتی دانشجو دکتر میشی، بعدش که میتونی اپلای بکنی برای پستاک، دوره پستاک یه جورایی ماه عسل خروج از علم.
چرا؟ به خاطر اینکه یه جورایی اینطوریه که یعنی جاهای نسبتاً استانداردش اینجوری تعریف میشه که 2 سال به شما پول میدن که تحقیق کنی. من خیلی هم بهت کاری ندارم. این دقیقاً برای این به شما داده شده که شما بتونی دنبال اون جایی بگردی که خارج از ساینس ممکنه به درد بخوری. یه جورایی واسه اینکه زنده بمونی و تو بتونی خود یه بافر تایمه که بتونی خودتو سینک کنی با دنیای بیرون. من خودم واسه خودم مثلا دوره‌ای که پستک آی پی ام رفتم بسیار بسیار مهم بود، به خاطر اینکه خب من اصلا اولین جا یعنی به محض اینکه دکترام تموم شد تمام درآمدم که صفر بود، حالا بجز اینکه مثلا فاندا و اینایی که گرفتم، چیزی که به صورت آفیشیال به عنوان دانش از دانشگاه گرفتم صفر نبود البته، یعنی من به خاطر اینکه استادم استاد خیلی خوبی بود تا اونجایی که میتونست کمک میکرد هر طریق آفیشیالی، ولی خب رسما درآمدم از بعد از دکترام شروع شد و اون خیلی بهم کمک کرد. یعنی اون دوره‌ای که به شما اجازه میده، حالا مثلا من 3 سال پستاکم، اون دوره‌ای که میگن آقا تحقیقات ما رو انجام بده ولی اگر کارهای جانبی میخوای انجام بده، که خب من مثلا رفتم سر سمت علوم سلامت، این به نظرم باعث میشه که بتونی زنده بمونی. یعنی زنده بمونی یعنی اینکه بتونی به یک بیزینس واقعا فکر کنی دیگه، مگه اینکه مثلا آدم بگه خب اوکی، مثلا من همیشه تو ذهنم ورست کیس سناریو رو که تصور میکردم گفتم اوکی فوقش میرم معلم فیزیک میشم و دوستش هم داشتم. ولی نکته اینجاست که خب آدم معمولا دوست داره بتونه یه کاری انجام بده که بیشترین رو از درون خودش بکشه. به نظرم این نکات مهمیه که واسه انتهای فیزیک باید بهش دقت کنید. و اگر نمیخواید دکترا بخونید، من اینم بگم که من دکترا که بودم بچه‌ها وقتی میومدن واسه مشورت که مثلا آقا چیکار کنیم، دکترا بخونیم نخونیم، من همیشه بهشون یه حرف میزدم، میگفتم فیزیک، حالا خیلی این راجع به خیلی چیز دیگه هم ساده، خیلی کارهای دیگه، میگفتم اگه میخوای دکترای فیزیک تو ایران بخونی دیوانه ای. حالا یا این دیوانگی به خاطر اینه که زوال عقل داره، یعنی عقلت مشکل داره، یا به خاطر اینه که عاشقه، یعنی دوست داری فیزیکو. و بعدم بهش میگفتم، میگفتم من خودم فیزیکو خوندم، دکتراشم خوندم، چون دیوونم، دیوونه نوع دومم، واقعا دوستش دارم. یعنی بعد از اینکه فوق لیسانسمو خوندم واقعا دوست داشتم. یعنی اگر میخواید فقط فوق لیسانس فیزیک بخونید اشتباه محض، نخون. اگه نمیخواید تا ته فیزیک برید نخون، به خاطر اینکه مثل این میمونه که گشنت رفتی سر میز شام یه لقمه از یه چیزی خوردی و بعد بردنت، تا یه شکم سیر نخوری واقعا آدم احساس خوبی نده. به خاطر همین اگر میخواید وارده، یعنی اگر کسی اشتباها لیسانس فیزیک علیرضا اولش هم، یعنی گاز اولی ساندویچ که اولش نونه، هنوز به گوشت و اینا نرسیدی، یه گاز میزنی. آره آره، لذت فیزیک از بعد از سال دوم دکترا شروع میشه، یعنی همه خوشمزگی فیزیک از بعد از سال دوم دکترا، یه جورای اوریج. به خاطر همین اگر اشتباهاً تا الان رفتید فوق لیسانس فیزیک خوندید، اوکی، حالا درسته 4 سال عمرتون تموم شده، ولی تا میتونید سریع ازش برید بیرون، مگر اینکه واقعا میخواید تا ته فیزیک رو برید، یعنی این سختی رو به جون بخرید. و این فکر کنم این تیر زدنا و اینایی که داش میگفت به خاطر همین بود، یه چیز مسیر واقعا سختیه و اگه به اون تهش برسی خب خیلی لذت بخشه، به جز اینکه بهت میگن دکتر و خیلی خوش میگذره، یه کارهای جدیدی میتونی انجام بدی. یعنی واقعا مثل اینه که رفتی مثلا یه 6 سال تو معبد شاولین مثلا تمرین کردی. علی رضا یکم راجع به اینم حرف بزن که این که میگی بهداشت و سلامت و اینا یعنی چی کار میکنی؟ یکم به عنوان کسی که داره نگاه میکنه از بیرون، برای شاید این کنش های پیش بیاد که یعنی چیه کسی که کیهان شناس الان داره راجع به سلامت حرف میزنه. علی رضا من سوال تو قطع شد، نفهمیدم اینترپولیشن سوال تو، میگم ببین درست فهمیدم یا با منی یا با فریدایی؟ نه با شما میگم، یک کیهان شناس با سلامت و بهداشت چه کار؟ آها آها، ببین یکی از منابع بیگ دیتا کیهانشناسیه که بهش اشاره کردیم، یعنی ما تلسکوپ هایی داریم که اینا چندین ترابایت بر شب قرار دیتا بگیرن یا اولدیتی دارن میگیرن، به خاطر همین ما نیاز داریم که کار تحلیل داده انجام بدیم. من یه جورایی یواشکی هی بیشتر و بیشتر رفتم سمت کار تحلیل داده. شما وقتی شروع میکنی با دیتا کار میکنی، یک بیماری وجود داره، یک سندرومی وجود داره که بهش میگن سندروم دیتای بیقرار. یعنی تو دیتای جدید میبینی دوست داری بری سراغش، دوست داری ببینی توش چیه. به خاطر همین معمولا کسایی که دیتا آنالیز کار میکنن، دیتا ساینس کار میکنن و اینا، معمولا اگه بهش بگن آقا مثلا دیتای مثلا
گرسنگی قورباغه های مثلا گینه بیساو مثلا رو اینترنته دوست داره بره ویژوالایزش کنه ببینه تو چی مثلا چقدر قورباغه ها گرسنه. به خاطر همین تو معمولا خوشت میاد هی با دیتا های مختلف سر و کله بزنی. وقتی زبان دیتا رو متوجه میشی کاربرد هایی که میتونی با اون کاری که دیتا انجام بدی خیلی جاهای دیگه مشترک. یعنی مثلا من اتفاقا چند وقت پیش داشتم دانشگاه همین دانشگاه خودمون صحبت میکردم واسه معرفی خودم، واسه اینکه یه جورایی بتونم بهشون بقبولونم که من چرا دارم سلامت کار میکنم، یه مثال کیهان شناسی گذاشته بودم که دارم کار میکنم، بغلش یه مثال سلامت گذاشته بودم، گفتم ببینید اینی که اینجا کار میکنید اونجا هم کاربرد داره، شما هم بیاید. مثلا ما الان مسئله سگمنتیشن داریم که کیهان شناسی دنبالیم که ابجکت رو پیدا کنیم تو آسمون، ستاره، نمیدونم کهکشان اینا، و از اون طرف توی بدن دوباره دنبال سگمنتیشن. این مثلا یه مثالش که شبیه شاهدیه مقدار، مثلا میکروبلیدینگ توی مغز، عکس تصویر سر رو که میگیری میخوایم نواحی کوچیک خونریزی رو بتونیم پیدا کنیم. این دوتا مثالش دیتا شبیه همه از نظر تکنیکال. به خاطر همین اگه شما تو این یه ذره پیش برید از همین کاربردهایی که اینجا وجود داره، اصلا شاید خیلی از ترمینولوژیایی که اصلا تو دیتا ساینس وجود داره از فیزیک قرض گرفته شده، مثلا کراس انتروپی که به عنوان لاس فانکشن استفاده میشه و اینا، خیلی هاش مثلا میوچوال انفورمیشن، اینا همش از تو فیزیک اومده و به خاطر همین خیلی طبیعیه که یه آدم فیزیکی بره شروع کنه دیتا کار کنه و تو دیتا شما دستت بازه که با خیلی از دیتا کار کنی. از جمله انفورمیشن توریستا بودم، گفتم آره قبل از اینکه از فیزیک بره از انفورمیشن توری رفت اونجا، ولی خب حالا ما چیزی نمیگیم. از فیزیک رفته اونجا قبلش. خیلی خوب آقا، من سوالا بازه، اگه کسی سوال چیز داره بپرسین دیگه، کم کم آفتاب اینجا هم داره غروب میکنه، بریم به این برسیم که در نهایت این سوال داشتیم جواب میدادیم که اگر یه بار دیگه از اول ران بشه زندگیتون، آیا این مسیر رو میرید یا یعنی که به نظرتون مسیرهای جالب دیگه هم هست برای شما؟ علی رضا تو هستی جواب بده که اگه وقت رفتی دیگه. آره. سوالو یه بار دیگه بپرسید. ببین من گفتم که مثلا من قدیم و فکر کردم که فیزیک هست و جزئی نیست، ولی یکم که سنم رفت بالادم نزدیک شناسی هم خیلی جذابه، کامپیوتر ساینس هم خیلی جذابه، برای همین اگر دوباره به دنیا بیام به نظرم راههای جذاب دیگه ای هم هست که خوش میگذره و همه قدم فنی و جدی. شما چیه؟ من اینترنتم خیلی لگ داره، یکی از بچه ها جواب بده، دوباره فکر کنم رفتم توی حزیز اینترنت. فرید هم میخوای تو بگی؟ باش. یک نکته که هست اینه که من الان که داشتم مثالا گفتم قبلش گفتم تو جواب بده، به خاطر این بود که من الان دقیقا همین داستانای ضعفایی که وجود داره توی سیستم آکادمی ها داره اذیتم میکنه. یعنی من فیزیکو خیلی دوست دارم، ولی در حال حاضر به خاطر همین فشارهایی که هستش به اون اندازه نمیتونم ازش لذت ببرم. در نتیجه همش این سوال این مدت اتفاقا دارم از خود بپرسم که اگه که برگردم چیکار میکردم، چون مثلا هم کلاسیکای من توی مهندسی پلیمر الان مثلا هر کدومش یه پستی توی شرکتی دارن و مثلا زندگی و زمین و جو و اینو شدا، ولی من اصلا هیچ چیم هنوز معلوم نیست. البته ناراضی نیستم، یعنی بگم اصلا ناراضی نیستم، موضوع اینه که احتمالا اگه برگردم دوباره همین شروع میکنم، ولی اشتباه نیست. من دوست داشتم، یعنی جوابی که به خودم پیدا کردم جوابی که مثلا آقای ظریف میگید که اینو خودمون انتخاب کردیم. بله بله، چرا که نه، به خودم میگم که من یه ماجراجویی بود، دوست داشتم انجامش بدم و وگرنه این میمون تو ذهنم که من دوست دارم این، یعنی جواب اون دوست داشته هام بود، چون من توی مثلا مهندسی خیلی جذابه مثلا چیزای جدید میخوای درست بگیم، مثلا پلیمر که میخوای سنتز کنی اینا خیلی جذابه، من خیلی دوست داشتم کار آزمایشگاهی را اتفاقا خیلی دوست داشتم، ولی مثلا بهشون میگفتی آقا چرا این گما رو اینجا میذاری پلیمر این شکلی میشه، یارو میگفتی که شما به چراش کار نداری.
همین خیلی من مشکل، یعنی مشکل داشتم دیگه، واسه همین باید میبرم مثل. الان هم من اگه که یعنی برگردم احتمال خیلی زیاد دوباره ساینس میخونم، و ولی در آینده الان به خاطر اینکه اون حظ زیادی که قراره به هم بده رو در حال حاضر به هم نمیده، و در نتیجه من هنوز ریسرچ رو دوست دارم. مطمئنم اینه که دوست دارم تو ساینس کار کنم، تو ریسرچ کار کنم، ولی نمیدونم که آکادمیا میتونه این برای من این جواب باشه. علی رضا شما از عزیز اومدی بیرون؟ انگار توی یک کهکشان دیگه است، میره میاد. جهان موازیه الان، ما ارتباط علی با هم نداریم. الان صدای من رو شما خوب دارید؟ یعنی میخوام ببینم سرعت آپلودم خوبه؟ ما داریم. آره. تو نمیدونی اونو کی گفتی ولی داریم. دستگاه لخت دستگاه لخت داریم. سرعت آپلودم خوب نیست؟ آها دارید، خب اوکی. چون من شما رو بعد دارم، بعد دانلودم بعد، ولی آپلودم خوبه. ببین من فکر کنم سوال این شکلی بود که ما آیا اگر برگردیم، یعنی آیا آلترناتیف هایی رو انتخاب میکنیم یا نه. من این سوال رو متوجه به خدا آره. بگو سوال. من یه چیزی که میخواستم، چون عباس اینو من تقلب داده بود، من میدونستم که اینجا سوال هست، من یه چیزی که میخوام به بچه ها بگم اینه که یه کتاب خیلی خیلی خوبی ویکتور فرانکل داره به اسم انسان در جستجوی معنی. اینو یه بار بخونیدش به نظر من، چون ما خیلی الان هم در مورد خوبی ها حرف زدیم هم در مورد بدی ها حرف زدیم. این کتاب در مورد آدماییه که توی اردوگاه کار اجباری آشویتس بودن و خود ویکتور فرانکل اونجا بوده، و بعد میبینه که در واقع خیلی از اون آدمایی که اونجا تحت شرایط خیلی خیلی سخت هستن ولی دووم میارن و ادامه میدن، تحت شرایط خیلی خیلی سخت ادامه میدن، و وقتی که شروع میکنه با اینا صحبت کردن میبینه که اینا برای زندگی خودشون یه معنی پیدا کردن، و پیدا کردن اون معنی میتونه ما رو تو شرایط خیلی خیلی سخت نگهمون داره. من اگر که بخوام بگم که بعدن همین مسیر رو باز دوباره میام، فکر میکنم که آره، حتی فکر میکنم که با همه سختی هایی که داره همین مسیر رو با هر سختی هم باشه دلم خواهد ادامه بدم، چون که فکر میکنم من به شخص معنی زندگی خودم رو اینجا پیدا کردم و من سوالی دارم که دلم میخواد بهش جواب بدم، حالا با هر سختی باشه، چه به لحاظ مالی باشه، اجتماعی باشه، هر جایی که باشم. یه سوال خیلی خیلی خوبی که معمولا میپرسن کسایی که استعدادیابی میکنن از بچه ها، میگن که فرض کنید که میبرن توی یه جزیره خیلی خیلی دور افتاده و اونجا کسی نیستش، و فرض کنید که شما فقط میخواین یه کاری اونجا انجام بدین، چه چیزی رو با خودتون ببرین و چی کار میکنین. من فکر میکنم آدم اگه بتونه این سوال که جواب دادنش البته خیلی 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 سخته، ولی من فکر میکنم که آدم اگه بتونه این سوال رو در واقع جواب بده میتونه خیلی راحت تر پاسخ این سوال عباس رو بده، به خاطر اینکه من فکر کنم که اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه. درنچه آره، من اگر که برگردم عقب با همه سختی ها و غیره و غیره، همین مسیر رو حتما ادامه میدم، و از مجموعه فیزیک میبرم هم راضی بودم و راضی هم هستم، حالا با هم سختی هایی شده. علی رضا یه پینگ بده ببینم پینگ چقدره. پونگ به مخابرات وصل نیست. 5-6 ثانیه. آقا یه چند تا سوال کردن توی ایران چه دانشگاه خوبه واسه کیانشین. آره یه ذره سوال های اینجا رو جواب بدیم. بفرمایید. من نمیتونم ببینم، بخونید تا جواب بدید. آره اول اینکه آره دیگه، یه چند تا دانشگاه خوب توی کیانشناسی برای توی ایران من باید بگم؟ بگیم دیگه. تعصب نباشه قطعا، به خاطر تعداد حق انتخاب هایی که دانشجو میتونه داشته باشه به عنوان موضوع کار،
دانشگاه شریف بهش نظر من اوله، بعدش بین دانشگاه تهران و دانشگاه شریف به نظر من اگر که میخواین روی موضوع نگاه بکنید، چون هر کدومشون روی موضوع خاص تمرکز دارن، ولی اگر که میخواین یه پکیج کاملی تقریبا از همه شاخه‌های کیهان شناسی داشته باشید، بیاید شریف بشید. آی پی ام هست دیگه. خب اگه دکترا بگیره، ولی خب عرض شدم که قصد من نمیده. آها دکترا شاید بشه. دانشگاه شهید بشه از قدیم به خاطر گرانش کیهان شناسیش معروف بود. این بعد مثلا دیگه توی شهر خارج از پایتخت تحصیلات تکمیلی زنجان رو من خبر ندارم. اون دانشگاه خوبی، ولی نمیدونم گرانش چند نفر آدم توش دارن چه کارهایی میکنن. اختر فیزیکش خوبه، گرانشش رو نمیدونم. آره. من به نظرم راجبه تحصیلات تکمیلی پای تخت بودن توی ایران یه قصره، به خاطر اینکه اولا تعداد زیادی دانشگاه توی ایران هست و تقریبا همه اتفاقات مهم متاسفانه توی پای تخت رخ میده. دانشگاه الزهرا چه خبره؟ خوبه؟ شما خبری دارید؟ من میدونم که اونجا واسه نجوم خوبه. اگر کسی میخواد به نظر من نظریه میدان، صرف نظریه میدان کار بکنه، من اگر قبلا میخواستم پیشنهاد بدم قطعا شریف رو پیشنهاد بدم، ولی الان قطعا به نظر من الزهرا یکی از گزینه هاست به خاطر وجود دکتر خرمی. ولی خب اینه توجه داشته باشید که فقط خانم ها میتونن برن اونجا. دانشگاه علوم پایه زنجان، ببینید جایی که من بتونم بگم که شما واقعا احساس بکنید در یک محیط علمی خیلی خیلی متمرکز هستید، دانشگاه علوم پایه زنجان این امکانو به شما میده. ولی نکته‌ای که عباس گفت و حتما در نظر داشته باشید، ببینید ارتباطاتی که توی تهران هست توی پایتخت هست قطعا خیلی خیلی متفاوته، ولی مجددا من میگم برای گرانش و کیهان شناسی اگر که میخواین کار بکنید، قطعا تمرکزتون روی اول شهید بهشتی باشه، بعدش شریف و تهران متناسب با موضوع. واسه همین باز واسه بچه هایی که میخوان ارشد بخونن، من اول شهید بهشتی رو پیشنهاد میکنم چون کل پکیج اونجا هست. حالا سالا چون خودش اونجا هم هست، یه ذره سوگیری داره. مثلا من تو شریف هم آدم های خیلی خوب، چون خیلی به موضوع بسته هستم، دکتر شانت باغرام جزو آدم های هم خوش اخلاقه، هم حرفه‌ای، هم کار درسته، بعد قدیمی ترایی هم هستن تو شریف، من اسمشون الان یادم نمیاد. یه کسی یه سوالی کرده که آقا ما میخوایم بیایم دانشگاه قدیمی که من برای همین چیز کردم، گفتم الان موضوعی باید نگاه کرد. یکی پوز داره. اگه کسی میخواد محاسباتی کار بکنه یا روی تشکیل ساختار شریف حتما داشته باشه. بعضی پرسن آقا ما که دبیرستانیم چیکار کنیم؟ بیافتیم دنبال المپیاد و این قرتی بازی ها؟ من عباس کریمی نتیجه‌ام نه، المپیاد فیزیک و المپیاد نجوم خصوصا، ببخشید اینا دو کونه، و من خصوصا المپیاد نجوم یه تفریحه، زیاد اگر رتبه نیاوردی توش زندگیتون رو تلف نکنید. دکتر وحید کریمی پرس کوانتوم اینفورمیشن کارن که توی کامنت ها گفتید گرانشی نیست. نه از قدیمی ترا دیگه کسایی که نظریه میدان فقط من میدونم نیستن دیگه، دانشجو هم نمیتونن بگیرن. دکتر منصوری، دکتر گلشنی، دکتر اردلان متاسفانه نیستن. آره. بعد یه سوالی هم بود که اگر من کارم اختر فیزیکه چجوری میام بیام سمت چیز کیهان شناسی؟ به نظرم کار آسونیه دیگه. اگه بگنم خودم گرایی میخوام بیام بکن. چی دوباره میگین؟ میگم فکر کنم اگرم باز دوباره بگن که به سمت کدوم قسمت کیهان شناسی میخوان بیان راحت تره، به خاطر اینکه اگه کسی اختر فیزیک مثلا کار کرده باشه و رصدی بیاد به سمت کیهان شناسی محاسباتی یا رصدی، باز دوباره یه کمی این گزاره براش راحت تر اتفاق میفته. یکی پوز آره سوال نمیشه ایران بوده با استادای خارج کار کرد؟ ببینید شدنش میشه، همیشه شدن ها میشن، ولی در اکثر مواقع نه. یه چیز ساده بهتون میگم، من وقتی پذیرش گرفتم به استادم گفتم من کارمو شروع کنم تا ایرانم، گفت تا زمانی که نیای اینجا قرارداد امضا کنم من بهت پول ندم، من انتظار کار ازت ندارم. چون توی اروپا
کار جدی، معادله اینه که تو کارگری منی، من باید پولتو بدم قبل از اینکه عرقت خشک بشه. برای همین کار جدی اونجایی هست که جوکر میگه اگه توی چیزی هست مفت انجامش نده. اصلا یکی از ملاکای کار حرفه اینه که شما مفت انجام ندید. برای همین که استادای خارجی راحت مسئولیت شما رو قبول نمیکنن. ممکنه از طریق استادتون وصل بشید به یه نفری، اما که همینجوری بگید من میخوام با یکی کار کنم خیلی بعیده. حالا نمیدونم فرید شما چیزی شنیدی مثلا؟ من داشتم کامنتار میخوندم، یه سوال میپرسیدم دوباره. شما شنیدی کسی که ایران کار میکنه ولی با یه آدم که تو خارجه، با یه ریسرچر خارجه مثلا داره کار مشترک میکنه؟ کار جدی ببین دقیقا همین که مثلا در اوردر این که استارت یه پروژه یا اینجور صحبت ها، آره. ولی مگه این که طرف ویزیت رفته باشه قبلش، یعنی اون موقع هایی که هنوز این داستان چیزو برنداشته بودن، فاند ویزیتو برنداشته بودن، آدما میرفتن بعد پروژه مثلا 3 ماه رفته بود اونجا، 6 ماه رفته بود اونجا، بعد کارشو ادامه میداد. یعنی من دیده بودم بچهای خودمون بودن. ولی الان والا فکر کنم که دقیقا مشکل اینجاست که آدمای اونور یه نگاه دیگه ای دارن، نگاه فی سبیل اللهی که بچهای دکتر تو ایران کار میکنن ندارن، در نتیجه خیلی کار جدی و آفیشیالی جلو نمیره. اوکی بچه ها خیلی ممنون، ما تقریبا برنامه خوبی داشتیم، سوالا هم جواب دادیم. علیرضا رو ایونچولی داریم. علیرضا به عنوان حسن ختام اگه چیزی مون توی این رفت و اومدات بگو که کم کم دیگه بیشتر از مزاحمتون نشیم. وایسین برسته بهش. من یه سوالی وسط جواب بدم که این وسط رو نوشته بودن که شما که مهندسی رفتین چیکار کردین؟ گفته بودن روی چه درسای تمرکز میکنیم وقتی میخوای فیزیکو عوض کنیم. ببین درسای مخصوصا کوانتوم، یعنی به جز فیزیک پایه که خب فیزیک پایه رو که همه میخونن، درس کوانتوم و کلن الکترودینامیک که همون حالا الکترومیکه و من روی اینا تمرکز کردم چون یه چیزی بود که خیلی، یعنی چیزایی بود که من نمیدونستم در واقع. بقیه چیزها رو فکر کنم که میشه، یعنی دامان پایه ها بعدش دیگه حالا برای کیهانشناسی، حالا دیگه همین داستان نسبیت و نظریه میدان و این چیزها رو که همه رو گفتیم. خیلی من یه سوال دارم، میبینم نوشته بودن که فیزیک توی دانشگاه شیراز چطوریه؟ اولا اینکه برای چه مقطعی، اگر برای لیسانس میخواید بگید به نظرم خوبه، ولی باز دوباره ترجیحیت نبذارید دانشگاه رنگ بالاتر. اگر برای دوره تحصیل تکمیلی میخواین توی زمینه سیاه چالا تو دانشگاه شیراز خوب کار میکنن، هم دکتر شیخ اونجا هستن هم دکتر هندی. یکی هم نوشتن که میشه یک کتاب در زمینه کیهانشناسی معرفی کنید. من پیشنهادی که همیشه به همه میکنم دوتا کتابه، یکی 3 دقیقه اول از استیون واینبرگ و یکی پس از نخستین 3 دقیقه از پادمانابان. این دوتا رو بخونید روی دوتا شاخه مهمه که یعنی اون 3 دقیقه اول بیشتر به کار من برمیگرده، پس از نخستین 3 دقیقه به ساختاره بزرگ مقیاس که فرید اینا کار میکنن. کتاب کوچیکم هست که تو جیب جا میشه، مثلا همین حتما بخونید. به نظر من اون من الان چون گوش ما رو دادم نمیتونم نشونش بدم و الان اینجا حسد. به نظرم حتما این کتاب رو بخونید چون کتاب عام پسندی نیست، یعنی این کتاب های هاوکینگ نیست همینجور حرف بزنه، کتاب جدیه تقریبا ولی میشه فهمیدش. آره فرید سوال بعد برش کنم. سوال بعد نوه ابلو در زمینه دارش که هشنسی. آها برای این اپلای که کلاً پروژه استاندارد، یعنی یک سیستم استانداردی داره دیگه. خب ولی برای کیهان شناسی حتما ایمیل بزنید، با استادا صحبت کنید برای پروژه و بعد اون حالا
چیزایی که دانشگاه نیاز داره اپلای کنید. و چون خیلی مهمه که مثلا چون اینجاها دپارتمان استرونومی و کازمولوژی، یعنی دپارتمان معمولا استروفیزیک استرونومی ناست، و برای اینکه اگه میخواید واقعا که کیهانشناسی کار کنید حتما باید با استاد صحبت کنید و ببینید که پروژه دقیقا چجوریه. و فکر کنم همین دیگه. اسم کتابو گفتن، یه بار دیگه من بگم، 3 دقیقه اول از استیون واینبرگ، نشر فرهنگ معاصر، و اون یکی هم پس از نخستین 3 دقیقه از پادمانابام، نشر قوقلوس، فکر کنم. من نارو جزئیاتش رو توی سیت پول میذارم، آره اگر مردم بخونن، چون دو تا کتاب هم ترجمه شدن. مرسی بچه ها. من فکر کنم دیگه علیرضا امیدی بهش نیست که برگرده، برای همین خیلی خوشحالم فریدا، شما رو بعد از مدت ها دیدم. مرسی از دعوتت. خواهش می‌کنم، امیدوارم حالا بیشتر بشه همو دید. سالار جان شما ان شاءالله به زودی بتونم ببینم. و آره عاشق این رمانتیک بودن توی علمم، همیشه عکس سالار اتاقش اینجوریه که 6-7 تا فرید و مشیری و سوراب سپهری و ایناس، یه انشتنی هم اون گوشه هست. و خیلی خوبه، من دیگه حساسیتم راستش ده خیلی اذیت میکنه و باید برم قرصم رو بخورم، قرصم زیر موبایله. این برنامه ضبط میشه و میتونید ببینید. امیدوارم خوب و خوش و خورم باشید، بلاهزتون دور باشه، به زودی واکسینه بشید. علیرضا یه ریکوستی داده، من ببینم میتونم این آقا رو بیارم اینجا با هم خدافزی کنیم. بچه‌ها سایت معتبر آرکایو برید هر سرچ کنید ببینید چی توش نوشته، همه جا همه چیزی پیدا میشه. علیرضا جان یه گود بای پارتی بگو بریم. دست نمیشه این. تلاش نکن. عباس رو از دست میدیم تا علیرضا بس شه. علیرضا تو رو خدا یه چیزی بگو. یه خدافظی بگو. علیرضا. علیرضا آقا نیم روخشون علی اسکی میشاست بگی تمام. مرسی که اومده علیرضا، قد شد دوباره، خدافزی هم نکرد قد شد. قربون همتون، خوب و خوش و خورم باشین.